ګران دوستانو سلامونه او احترامونه. ښه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم دوستان عزیز، اوضای جاری افغانستان و پروگرام سخن اوریان البته از این طریق در خدمت قرار داره. می خواهیم نظریات شما را هم در رابطه با اوضای جاری افغانستان داشته باشیم. بعضا مهمانان برنامه و البته مصاحبه ما با ایشان اشخاص عامل و شامل در مسائل افغانستان و بعضا گفت و شنود افغان البته سراسری جهانی در رابطه با اوضاع جاری افغانستان مطرح میشه. از این طریق امروز باز هم خبرهای جدید همی است دوستان عزیز که البته طلوع و کانال یک و خبرسانی های جهانی هم منعکس ساخت که طالبان البته از قول گاردین، اخبار بسیار معروف روسی، که طالبان در دوها در قطر در اونجا در طریق دفتر ایشان با حکومت افغانستان معصوم استانکزای و عنیف اتمر گفت و شنود و صحبت خواهد داشتن و با وساطت البته امریکایی ها که اونا هم در این نشست ها حضور دارن و این مسئله از چند ماه به ایسو به حساب شو گفته و علاقه امریکا و ناتو بگویم در مجموع که با طالبا تعطی نظر داشته باشن و اونا را به صلح و سلام دعوت بدارن که البته یک پدیده جدید است. خب عواقب ازی و علت العلل باید سنجیده شود که چرا بعد از سالهای با طالبان به صورت جدی نشست و برخاست خود داشتن ناتو خصوصا ایالات متحده امریکا. البته دلایل با خود داره، طوری که شما در یه اواخر شنیدین دوستان عزیز، جنگ های افغانستان شدت گرفته، سقوط قندوز است و هلمند و تخار و سراسری جنگ ها در برابر ناتو در افغانستان جوش و خروش داره و در این میانه دوستان عزیز افغانستان اشغال شده و زیر زنخ چین و ایران و روسیه امریکایی ها قرار داره و خانه و لانه و قرارگاه های نظامی از اونا و اونا هم در کمین نشسته که از یک طریق در یک وقت معین عمل بدارن و داد و گرفت سیاسی در عرصه سیاست جهانی البته طوری که گفتن که دوست دائمی و دشمن دائمی و احساسات شخصی بشری در سیاست راه نداره. آسان ترین طریق و ارزان ترین و به هدف رسیدن مو سیاست معقول مو است. در یه آخر البته انطوری که مسائل چرخ خورده در قضایای افغانستان خصوصا در رابطه با طالبان، طالبان نمایندی در روسیه داره و حتی رئیس طالبان یا امیر طالبان هیبت الله خان اونا میگن که به روسیه سفر کرده و با پوتین حتی گفت و شنود و ملاقات چند بار داشتن و همچنان نماینده طالبان به ایران و برحال دارن و اونا پذیرفتن اونا را به حیث نماینده طالبان و از طریق روسیه و ایران که البته دو عامل عمده جنگ سوریه هم اونا شناخته میشه، طرف هستن با امریکا و ناتو در سوریه و جنگ های سوریه را دامن میزنن. ایران عملا افراد و اشخاص ایرانی را به جمع افغانی به سوریه میفرستن و دارایی خود اونجا مصرف میکنن برای دفاع از حکومت بشار الاسد و همچنان روسیه یکی از عوامل بسیار عمده جنگ به طرفداری و جانبداری حکومت بشار الاسد در سوریه درگیر هستند و البته موضوع سوریه را میدانین که به کدام حد یک فاجعه در اونجا در حال جریان است و انسان کشی و چی میگم محو بشریت در اونجا شمرده شده. میتونه در افغانستان هم به مو طرف حالات انحنا داره که هم ایران و هم روسیه و چین جمع هندوستان البته در پکت شانگهای
میخواین طالبان را به خود دعوت بدارن و اکمالات جنگی از اونا را برشان مهیا بدارن. بنان از این بیلانسی که با هم خورده بود و جهان یک قطبه بود آیستا آیستا از اون میبره. یعنی روسا خصوصا پوتین در یه آخر قدرت نمایی و زور نمایی های از اونا میگن که آیستا آیستا شوروی سابق در کالبود روسیه دوباره اعاده میشه و جهانگیری از اونا و اکسپنشنزم و توسعه طلبی از اونا آیستا آیستا جان میگیره. بنان این مسئله صورت گرفته و امریکا هم زود دستپاچه شد که گویا طالبا با روسیه و ایران نپیوندن و ضد امریکا اونا کار گرفته نشوند. آیستا آیستا طالبا را با وساطت امریکا با قطر و دوحه دعوت داشتن، این بار جدیتر تا اونا با هم تعطی نظر داشته باشند. البته در این راستا تا جایی که تحلیل میشه فاکتور عمده و عامل عمده جنگ های افغانستان پاکستان شیطان که از آوان جهاد افغانستان بالای سرنوشت افغانستان بازی ها کردن، حال هم عقب همه جنگ و خانمانسوزی افغانستان اونا قرار دارن و حتی در اواخر البته نزدیکی حکومت هندوستان با افغانستان و تجرید پاکستان در مجامع بین المللی البته اونا را به یک سیاست دیگه کشاندن تا توسط پاکستان این کنفرانس ها و نشست های صلح صورت بگیره و اونا یک کردیت در این راستا داشته باشند در برابر خدماتی که به امریکا و ناتو می دارن. البته تحلیل به این ترتیب است و گاردین او را پخش کردی مسئله را که در دوحا و در قطر میان حنیف و اتمر و معصوم استانکزای گفت و شنود خواهد شد و در اونجا نشست میان سران طالبان و حتی پسر امیر المومنین محمد عمر آخوند طالبان ملا یعقوب آخوندزاده اونا هم به دوحا و یا قطر سفر داشتند و در اونجا در این نشست ها حضور خواهند داشتن و ملا منان که برادر ملا محمد عمر بنابر گمان اغلب اونا هم حضور خواهد داشتن تا همی خود نشست ها یکمه که وزن داشته باشه. این خبر جالب است و خبر جدید است که پخش میشه. دوستان عزیز بنان برای این مسئله طلوعی خبر پخش کرده که البته خبر اول ماست، او را توجه بدارین. در قبال از او ما از آقای مومن صاحب خواهش کردم تا اگر شب آقای مجاهد سخنگوی طالبان با ما داشته باشند برای یک مدت مختصری برای حقیقتیابی همین مسئله که آیا نشست ها صورت گرفته و یا اگر گرفته واقعی از او چی خواهد بود و متن همین مسائل چی خواهد بود، برای یک مدت 10 و 15 یا 20 دقیقی آقای مجاهد از اونا خواهیم پرسید تا چگونگی این نشست‌ها را بداریم. توجه بدارین نخست خبر مهم است و بعد از او بالای همین مسئله بیشتر فوکس برنامه امروز خواهد بود. در اوج نبردهای بی پیشینه در کشور، نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر با هم دیدار کردند. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی با هیئتی از طالبان به شمول عبدالمنان برادر ملا عمر رهبر پیشین طالبان ماه گذشته میلادی و نیز در اوایل ماه روان میلادی دو بار در شهر دوحه و در حضور دیپلماتان آمریکایی گفتگو کرده است. بر بنیاد این گزارش نکته برجسته در این گفتگوها حضور نداشتن نماینده پاکستان است. در همین حال یکی از رهبران طالبان میگوید که انتظار می رود که محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان با هیئتی از طالبان به زودی در قطر به آنان بپیوندد تا صلاحیت دفتر طالبان در این کشور بیشتر شود. در همین حال یک منبع ریاست جمهوری تایید می کند که در این دیدارها محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی حضور داشتند. ریاست جمهوری نیز در این باره میگوید د افغانستان حکومت د تلپاته پایدار او با عزت سولې اراده لري. په دې برخه کې د ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه
د قانون او اصول په چوکاټ کې کار اخلي ترڅو د سولې هدف ته چې د ټولو افغانانو هدف ته ورسیږي. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که طالبان از نبرد خسته شدند و اکنون به دور از نفوذ استخبارات نظامی پاکستان به گفتگو با کابل تن دادند. دلیل عمدهشان است که طالبا به یک گونه از زیر فشار بسیار بلند پاکستان آماده و اینها کوشش میکنند که از او فشار که سرشان هستند برایند. طالبان سیاسی نمایندگان چه پنموی واقصر چه در پاکستان و در ایران تمایلب سویدی او در روسیه سر خبری شروع دید. تلاش های حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان پس از آن با موانع جدی روبرو شدند که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در حمله یک هواپیمای بی سرنشین در پاکستان کشته شد. شورای عالی صلح در این باره ابراز بیخبری کرده است. اما دیده می شود که در چنین گفتگوها شورای عالی صلح کنار کشیده می شود و حکومت افغانستان به گونه مستقیم و سری این گفتگوها را انجام می دهد. خبر جالب است دوستان عزیز، در قبال امی خبر ما آقای مجاهد صاحب دارم از افغانستان، ولی یک چند دقیقی با ایشان صحبت خواد کردیم و اگر در این راستا یک سوالی یک دو سوالی از دوستا هم پیش آمد اونم بد نیست، مگر در غیر از او باز میان خود با صحبت خواد کردیم. مجاهد صاحب سلام علیکم، خوش آمدین صاحب. علیکم السلام، تشکر به شما و همه بیننده های تلویزیون پیام افغان. سلام خود را تقدیم می کنم، سلامت باشید. مجاهد صاحب، خبر جدید است، تازه است و سرنوشت ساز هم میتونم آدم بگویم باشه. نماینده حکومت افغانستان در دوحه و قطر یک چند بار دید و دیدم کرده که از او پنهان بود، مگر گاردین مسئله را بیرون آورد و باز طلوع هم او را پخش کرد و قصر ریاست جمهوری سخنگوی از اونا هم گفتند که درست است مسئله و در اینجا نماینده پاکستان غایب بود. مگر این مسئله که در دوحا و قطر با هم نشست دارن و امریکا هم اونجا حضور داره، تا کدام حد شما مورد تایید شما هستی مسئله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باید بگویم که مثلا سه جهت و سه بخش داره. اول روزنامه به نام روزنامه گاردین که راپور را نشر کرده کاملا راپور نادرست و بدور از حقیقت است و اگر ما شما سراغ داریم و معلومات داریم که بعض از روزنامه های غربی مستقیما و بعض مسائل با اهدافشون خود بپردازن و بدونه خبر رو پخش میکنه از آن آخر مطلوب بسازن، ما این خبر را جدا رد میکنم. دوم هیچ کسی از نماینده های ما در قطر با نماینده اداره کابل دیدار و بازدید نکرده و این جریان را که محمد راپور خواده به اوله کدام شماره این را درست این ما با جدیت رد میکنم. نه ملاقات شده با کس، نه دیدار شده، نه بحث صورت گرفته. مسئله سومی است که موقف امارات اسلامی افغانستان در مذاکرات بسیار روشن و قوی است که هیچ نوع تغییری در اون آمده. موقف امارات اسلامی افغانستان از قبلا هم اعلان شده و به قرارات در تکرار گذاشته شده و امتنان میفهمند اشهار در افغانستان باشه مسائل حل شدنی نیست. همه مسائل در میدانه که اشغالگران در دست باز در کشور داشته باشن، قطعه ایزانی در کشور باشه، هیچ نوع اهداف سیاسی ما برآورده نخواهد شد و نه هم ما نفت از خود خواهد کشیدیم و نه در این مورد باید سوی تفاهم صورت بگیره. نه، مگر امی چیزی که شما میگین، خب نشست و صحبت و اینا رو شما رو وقت تایید کردین و حتی اشاره کردین که در قطر یا دوحا هر وقتی اگر امریکایی میخواه یا حکومت افغانستان بیشتر امریکایی ها را و ناتو را خطاب داشتین که اونا اگر میان اونا ما نماینده داریم برین با اونا بینشینین، او را ردم نکردین. منطقه در پاکستان وزیر سلطه پاکستانی البته شما ابا ورزیدین، مگر همین نشست اگر به می ترتیب باشه و با اونا بینشینین و صحبت کنین تحتی نظر، نقص و نواقص از او چی هست؟ قبلا یادآور شدیم تا که اشغالگران در افغانستان چند سیاسی در افغانستان و همه مسائل مربوط به کشور ما
عقدی که داخلی قضی باشد به سلطه اشغالگران خواهد بود و به بوده مستقیم رفتان بگیرد و بعض از جهتهایی که اصلا اختیارات ندارن در قبال افغانستان اختیارات ندارن ما شما درک میکنیم که اداره کابل و تحت امر امریکایی ها قرار دارد به گونه ای مامورین امریکایی ها کار فعالیت میکنند آنها نمیتوانند زهده ای این صدا درست نمیه فرزاد آنها نمیتوانند مسئله قضیه افغانستان را مجاید صاحب در غک دیسه این رازی تلکزریا تلیفون تا یا شای نپیگم اخپلا تلیفون که کسر ده که دیتاش در موقف چیت لگو غک اینا پا دوباره برتان تلیفون میکنه مجاید صاحب که کما که درست فهمیده شو دوستان عزیز ما آقای زبیح‌الله مجاید سخنگوی طالبان داریم و طوری که در آغاز پروگرام هم عرض کردیم خبر جدید 24 ساعته همی است که گاردین اخبار بسیار معروف روسیه پخش کرد که در دوها در قطر در اونجا البته دفتر طالبان دو عضو برجستی حکومت افغانستان آقای حنیف اتمر و رئیس امنیت ملی معصوم استانکزای با جمع یا نمایندگان مهم طالبان دید و دید داشتن و در البته در امین نشست امریکا هم نماینده هایشان حضور داشتن در رابطه با صلح و سلام در افغانستان البته گفت و شنود و صحبتی دارن و ایرا نماینده طالبان تا جایی که امیال قدر شنیده شد اونا رد میکنن و تا جایی که اشغال است و ما اشغال نمیپذیریم و یرفا را عنوان کردن چون صدایشان درست پخش نمیشد خواستم که اونا را دوستان عزیز درست داشته باشیم و تا بتانیم که صدای از اونا را شما بشنوین جایی که ما تفسیری از صحبتی از اونا برای شما داشته باشیم چون خبر مهم است با اهمیت است بنان بهتر خواهد بود که ما صدای از اونا را صاف سطره مجاید صاحب آله درست شد بفرمایید صاحب شما رد کردین بله ما گفتم که قضیه مطرح افغانستان که هست از عهده و توان مول بیرون است ما شما میفهمیم اداره کابل به نهایت مامور پایندوزوی آمریکایی ها کار میکنند و فعالیت میکنند از طرف آنها برایشان مارش داده میشه تعییناتشان از پس نمیتونن در قضیه مهم که قضیه افغانستان اداره کابل فیصله کن باشه و فیصله کننده باشه اینا هم ما جهتهای غیر مؤثر بسیار خوب میشناسیم مسئله افغانستان اصلا مسئله اشغال خارجی است وقتی اشغال خارجی در افغانستان باشه سخنان نشست ها با اداره کابل رفتن جهت بیاد نه خو علی اگر و مجاید اگر و دست نشانده از اونا هستن خو امریکا هم دست نشانده خود میگه که امی مسئله را حل و فصل کنین با اینی شرایط خود درست است خود نماینده از اونا طوری که هستن خود مثل که شما نماینده مسائل سیاسی بسیار باریک است مسئله بین افغانستان و آمریکا مسئله اشغال است اشغال بیرونی اگر تعمید برای ما میشه افغان ها مسئولیت قصد آزادی را داره اگر جهت اشغالگر خودش مورد مواجهه قرار میگیره یا بحث میکنه گپ شلایده است ولی اگر یک ماموری پایین خود را با ما پیش میکنه مگر در اونجا شنیده شد که امریکایی ها هم حضور دارن یعنی امریکا هم نماینده امریکا هم در اونجا نه خیر نه مثلا با امریکایی ها جهت مقابل علیه ما امریکایی ها هستن که کشور ما را اشغال کردن مثلا با آمریکایی ها وابستگی داره با آمریکایی ها که موقع خود را تغییر ندن نظامی خود را افغانستان نکشن بمباردمان ها و عملات خود را متوقف نسازن مثلا افغانستان حل شده نیست ما مکلفیت داریم که اساس آزادی خود را به نه نه او را مجاید صاحب مجاید صاحب او چیزای تانو میدانم تکرار میشه که شما به او راضی نمیشین تا اونا نبرای ما هم به می راضی نمیشون ما میگم امریکایی براین صاحب یک حکومت آمدیم بالای همی صحبت و گردهمایی که در قطر صورت میگیره و حضور طالبان اونجا دیده شده و امریکایی ها هم حضور دارن
و نماینده افغانستان انیف اتمر رو نمیدانم معصوم استانکزای هم در اونجا دکتاتی نظر است و یک وقتی باری از شما هم شنیدی مرکزی که میخواین که صحبت کنن با ما، ما یک دفتر داریم در قطر برین در اونجا صحبت کنین، در پاکستان ما نمیخواییم بینشینیم در یک خاکی که به اون ما متهم هستیم که لشکر پاکستانی ما رو میگن. آلو خود در اون جایی که شما میخواستین در اونجا اینا آمدن و صحبت دارن و گفت و شنود با شما دارن و علتی از او را هم ایره بیان کردن که نزدیکی شما با ایران و روس امریکا رو وادار ساخته به عجله که با شما یک تاتی نظر کنه که شما به حساب به طرف روسا کشش پیدا نکنین. صاحب ایتو یک شنیده میشه ولی؟ با اول گفتن هم یاد آورش باز نظر شد با اول اداره کابل هم از این که هر کس باشه با اداره کابل باشه ما با انها ایچ نشستی نداشته این ایراپور هایی که پخش شده غلط ما درست هست و این اپوها جز از اپوها چیزی بیشتر نیست این من رد میکنم. ولی دفتری قطر به خاطر فتار شده و به خاطر انتخاب شده که اگر اشغالگران یا بعض از کشورهای دیگر که در مورد ما تشویش داشته باشند آنها میتونند با ما مسائل خود را از طریق سیاسی هم از این آدرس به ما مطرح بسازند. آلی اگر اونا به امریکایان باشه خود رو میان عنیف اتمه رو اونا باش معامله شما با امریکایی اگر از خو تا جایی که شنیده شد نمایندگان برجسته امریکایی هم در اونجا حضور خواهد داشت، یکم که سیاست تغییر کرده مسئله ایران و روسا که عرض کردم و نمایندگان شما در دو کشور موجود است و حتی شایعه یا بگویم یا خبرها همی است که آقای هیبت الله با پوتین در روسیه حتی دید و دید داشته نمایندگان شما با ایرانی ها و این شکل سیاست آهسته آهسته داره تغییر میکنه در افغانستان. دیگه به اون لحاظ اگر همینطور باشه قرائن تغییر سیاست جدا است ولی مسئله موقف که ما افغانستان دست نمایندگی میکنم از این موقف و این رو فراحت میکنم اگر تغییر سیاست ما با بعض از کشورها شرط هایی باید یا حافظ داریم اون بخش با دامیت سالیسی ما که مورد کشورهای هم در مورد به هر حال این مشکلات تلفن داریم. مگر اگر مجاهد صاحب از اون طرف مومن صاحب تو یک تلفن راو که خبی صدا موگه مشکل دی عقل رو به هر حال اونا رد کردن و مکررن امیر عنوان میدارن که اشغال ختم شوه قوای بیرونی از افغانستان بیرون شوه و نمیدانیم یارفا. مگر حقیقتی هم رمی است دوستان عزیز که در زیر کاسه ها نیم کاسه های فراوان موجود است در سیاست افغانستان، هر یکی از صلح میگه و هر یکی میخواه خارجی از افغانستان بیرون شون. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سر. و علیکم سلام. ببخشید که لاین ما باز خراب شد و آلی بکلی درست شد صاحب بفرمایید. بله ما گفتم مسئله تغییر سیاست در بعضی از جا مسئله جدا است و مسئله موقف امارت اسلامی افغانستان جدا است. موقف ما کدام تغییر نکرده، یکی روابط ما با منطقه و کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و کشورهای جهان است و ما تامین میسازیم. نیازمندی افغانستان و مردم ما است. از طریق مشروع و از طریق دیپلماتیک ما میخواییم با همه جهت هم روابط داشته باشیم، هم بعضی از تشویش هایی که ایجاد نظر شدن سیم. به هر حال همینطور است مجاهد صاحب. خیر آواز شما قطع شد، زحمت نبود از سر تلفن کنین صاحب تا بالای همی مسائل پر پیچ رستی پیچیده و خصوصا که دفتا نوشو گفته صحبت صورت بگیره خوب خواهد بود. به هر حال یعنی در مجموع آقای مجاهد صاحب امیر رد کرد که گپ درست نیست و مجاهد صاحب ببخشین قطع شد صاحب. بله میشنم خدا کنه شما هم بس بشنم. حالا میشنم صاحب منطقه قطع شد. به هر حال خو گزاره کده میریم صاحب. بله ما گفتم روابط با کشورهای جهان یک نیازمندی ما از سایر ما دارا می باشیم ولی مسئله اشغال افغانستان به جای خود است تا که اشغال به پایان نرسیده باشه و آمریکا اگر بخواهند با ما مذاکرات نشده باشن یا مسئله را از طریق
متوقف نساخته باشند که حل بکنند. ما با جهاد خود ادامه میتیم، جهات های غیر مؤثر و جهات اصلا اختیارات از خود ندارند. ما نمیخوایم زیاد وقت بکنیم با نورا. خو دانستیم صاحب، مگر عرض ما این بود که آدرس شما گفتین معلوم است. آله در آدرس شما آمدن مردم، در اونجا میخوای با شما صحبت کنن. خب با این فاکتور یعنی فیعتمر و استانگزه و اینارم که اختیار نداره او را کنار بگذارین، اونا را صرف باعث یک سیایی لشکر داره اونجا فکر کنین. مگر میگن امریکایی ها اونجا آمدن که با شما صحبت کنن و حتی پسر ملا محمد عمر آخوند هم با خود در اونجا دارین در قطر و برادر از با منان آخوند هم در مورد برادر امیرالمومنین و پسر امیرالمومنین اگر صحبت ها شما شنیدیم از طریق مطبوعات درست نیست یا فواهات هست درست میکنیم، ولی نماینده ما در قطر هستن. اگر ما همین و درک بکنیم که راست هم امریکایی ها میخواین مسئله را حل از مسئله اشغال افغانستان میگذرن طریق معقولی که لازم است میخواین حل بکنن، باز اقدام لازم صورت میگیره. ولی آلی خو اگر شما بینشینین، خو شما یک بار هم گفتین در مصاحبه به همراه ما که هم از لحاظ سیاسی و گفت و شنود در قطر با ما بینشینین، ما حاضر هستیم و هم در جنگ هستیم، ولی از لحاظ سیاسی اگر از لحاظ سیاسی در اونجا با شما نشست کنن و سر مثلا از لحاظ دیپلماسی حل و فصل شوه، خونریزی ها قطع شوه، نقطه از او چی هستن؟ بلی؟ ما گفتم از لحاظ دیپلماسی اگر حل شوه و شما با امریکا یا در قطر صحبت کنین، نقطه از او چی هست؟ به هر حال مشکل تلفن داریم، اما تو راست مگر تا جایی که فهمیده شد، چون خبر بسیار گرم و داغ بود. دوستان عزیز، صحبت آقای مجاهد صاحب بوده و نظریات شما هم لازم است که گرفته شوه. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. خطاب صاحب سر و غیگه دیم. و غیگه صاحب. خدای خوب بل خبر رو بانی مسلوب دیم. خیلی پا داغوه که دیم و سندیو هم. مجاهد صاحب. ولی تاسف داده چه دا ولی دا چه گردورد سوای داده آقا و پر حال تاسی دا خبر رده وی زدی ما په نظر چه تاسی اوز که او روزانه پیدا سوی یال تا تا امریکاین رازی دا تا سرغگیگی او یو لار ورت جوری چه افغانستان که جنگ قطع سی او دی تاسی خواستی من دایی چه دوی وزی او دوی مغاری چه وزی یعنی او آقا سی سب تا دیپلماسی که او چه تو ورکا و یو غوی در کی خود او خیلی دیر منو نب دماغ گاو ریسه. خب به هر حال مجاهد صاحب نمیشه امروز، به خیلی نشد، منتها همه قدر تانیستیم که نظری از اونا رو داشته باشیم که قطع اونا رد کردن. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام. آقا شما را دارین؟ دارم. ما برای بیننده ها و شنونده ها سلام عرض میکنم. در مورد صحبت های آقای مجاهد یک سوال بسیار برجسته و هویدا در همه بیننده ها پیدا میشه که وقتی که اینا فیصله کردن که با امریکایی ها مذاکره نمیکنن، یگانه راه حل ترک اشغال است. اینال خود کل گفت واضحی است که چرا حاضر هستن با مذاکره. خود بدون قید و شرط باید اینا افغانستان و بالای امریکایی ها بقبولانند که طرد بکنند. مذاکره دیگر چی مفهوم خواهد داشته باشه؟ برای یک سوال بسیار. آقای جان، آقای گل، هاشم جان، اونا گفتن که ما مذاکره نمی کنیم. و همیاله همون آدم گفت باز این چیز خودت میگی و همون گفت که ما مذاکره. بله، و یک نفکر دیگر رو معرف میکنم برای شما که به ارتباط دیشب که برای در صحبت موقع مصاحب نشد. آقای خطاب، یک نقطه که من میخواستم این را متذکر شوم که از امین کریم میخواستم سوال بکنم. همی عملی شاشهید گم بود. ما شما فکر میکرد که کد اول امریکایی کد اول که چی کار شد حالا میرو خواهید بسلامی کده و او را نامشه
یک نام بسیار جالب برای شما زد به نام استشراق، چون یک چیز بسیار جالب برای شهادت یک هفت دیگر تعیین کردن اونا ماندن، یعنی که او طرف کسایی که کشته شد اونا هم شهید بودن در ضمن امو حمله انتحاری کست و مردم هایی که شهید شد. یه عمل کار همی جنایت کارا بوده در شهید کمال انتحاری شد این کار از اسلامی بود آقای شد اما تلویزیون یک مصاحبه کرده بوده امین کریم در تلویزیون یک در مصاحبه شمی کسا متذکر شد سرش واضح ثابت ساخت نتاب که گفت که شما که ولی دو کار ما بوده به تلویزیون یک در یوتیوب هست. آلی ما به موضوع امروز ما او دیروز چی ارتباط داره قربان شما؟ آلی فعلا ما یک موضوع بسیار گرم دیگه داریم شویر، اگه ما بریم که در شطری چی گفت شد، باز او طلو چی گفت، باز در کانال یک آدم چی گفت، باز او برای از او چی گفت، این وقت ضایع میشه. شما به احترام کنین به وقت مردم هم. بله سلام علیکم. کتاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام سلام جوری بخیر. کتاب صاحب کرد وزن کرون برنامه دیم دیر جامعه و دیر علی و دیر خوندوار و گرد سوالونه چه ده خلقو پزین که یو شی مگه ده دی راستای سخیم که لازده که اومه اگه دا البته دیم هم دیر سلی و یا راستا بخوانی برنامه اینی دیو ری دلی تو سونی اخلاص دانه چه تنو ایز اسلامی که یه سونی اخلاص واقعت تا پا واقعت که وی وادی دو دیسه لیکه اگه اگه نیوه که چه دانی معقولی نوی چه کوله لیه دا جدی بیت اسلام که زید خوندی نمالامه تو بوخ دا دا دشکا لیه پا جهات که که لیکه سای کور ودن دون تای کن وکر رش و پرتا باگی چه اگه هول دیلا بند کری و خلق دیر وی دیر سوالو نه دیر پلین که ولار وی دیر وی کور دو ودن ستانس گل برنامه چه مدیر سنتبا خو او دیر معلومات پا دلاسه که لیه که نونو سا وقت نیسون دادی غاز نیسون دا مجاید سا بوم نسو روخ سا کور ودن دادی تازه و بکر خبرو مانه خبره مجبوده غطه تا جاسم تا جاسم دیر منن اول خو آقی دا دی تیر ورازی پروگرام باندیم کول ایسی که تبصره کنین که چطو بودو مصاحبه ای که باید تلویزیون دیگه مصاحبه کرده و شرشی دا ورا ولا ما نمیشد که همی اگ میلیون سوال دا فکر افغان خطور کنه همی از دوره دا دو ساعت بگون جانم تا جایی که تانستم و تا جایی که تا حدی که افغان تانی سوال کنم و اکتفا میکنیم. باز باری دیگه باری دیگه سید باز امور داشم جان شما باز بخیر بیانید. بله سلام علیکم سید. الو سلام علیکم خطاب سید محترم چنگه ورور جوری پخیر شکر بازو که خرای دی خطاب سید دی ما از دل خلاصه دی خب مجرد چی دی به اسلامیست به سلح معایده امضا شوه تیوی اندازه پر آثار دما کنند در باند پاپانستان که ولی درشون اول برادران ترکتبار از عبدالله خان سلب اعتماد کرد ایره کلا بیشنی مردم لوی قندهار دولت با دولت واضح ساخت که وقت ریاست اجرایه باخر رسیده و دیگر قابل مورد اعتماد ما نیست. همچنان کماندان امنی قندهار جنرال عبدالرازق موقعی به خود واضح ساخت و بچه های سقو را بخصه و خطای آنها متوجه ساختند و گفت که در وقت طالبا شما را تا کولاب دواندند. سوال مشخص مئیز که آیا حزب اسلامی که واقعا صلح همه خواهد این مصدر صلح واقعی شده میتانه یعنی برازی که نه شورای صلح طالب کدام کاری کرد اگر همی پیتمرو معصوم استانکزی با مذاکرات قطر رفته باشم مثل که مجای صاحب رد کرد ما کمک متاثر شدم. امیدوارم که اینمی خبر گاردین صحت داشته باشه. السلام علیکم. ولی سلام علیکم. وعلیکم السلام جناب خطاب. وعلیکم السلام. سلام علیکم. وعلیکم. تاسو استریم سه معروفه ما زحمت در کومه خدای دې تاسو ته خیر درکړي چې دا مجاهد صاحب هم راوړ خو زه د مجاهد صاحب او د طالبانو تر دغه دمه پورې چې دوی د اشغال په مقابل کې مقاومت کړی دا ټول جهان ته او ملت ته معلوم دغه قابل د قدر ده مګر دوی اوس په دغه خبرونو کې یا مجبورې دي او یا نه غواړي چې ووایي شفافیت نه لري د دوی خبرې دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو او د امریکا او د کابل دولت ترمنځ هیڅ امکان نه لري چې خبرې د پردې شاته روان نه وي. که تاسو متوجه اوسئ پرون استاد امین کریم هم دغه خبره وکړه چې دوی په جریان کې دي او مذاکرات روان دي خو دوی شفافیت نه ښیي. په هر صورت زما
ډیر لنډه تبصره او تاسو کولای شئ بیا په دې کې خپل نظر مو وایئ، د یو تکړه ژورنالیست په صفت او د یو سیاسي تحلیلګر په صفت. په دغه واخرو کې د روسیې نظامیان د پاکستان د دولت لخوا ملمانه شول، او متاسفانه چې د جهان هیڅ سیاست مدار او هیڅ انټلیجنس سرویس دغه مسله افشا نه کړه. مګر زما شخصي تحلیل دا دی چې کله چې روسی مشاورین پاکستان ته لاړل، زه تاسو ته په یقین وایم چې پاکستانی نظامیان روسانو ته درس ورکولی شي په نظامی ساحه کې. دا او هم ایران ته تللی دي دغه مشاورین، دغه دواړه مشاورین په دې خاطر تللی دي چې طالبانو سره خبرې وکړي. مګر هغوی دا نشي ویلی چون بین المللي قوانین دي، هغوی نشي ویلی چې موږ د طالبانو دپاره هلته ځو او خبرې کوو. دا به بیا ورځې دا زما خبرې زمان ثابت کړي چې دغه روسي مشاورین هلته تللي د طالبانو سره لیدنې کتنې دپاره، هم ایران کې او هم پاکستان کې. او په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه مسله احتمال لري چې په امریکایانو باندې هم بد اثر غورځولی وي. خو زه دا وایم چې امریکایان دې ته حاضر دي چې د افغانستان نه وځي، دغه د ټولو سیاست مدارانو په خلاف شاید زه لیونی شوی یم، مګر زما یا دوی لیونیان دي. زما شخصي تحلیل دا ده چې امریکایان وځي فقط دې ته ماتل دي چې هیلری کلنټن د امریکا آینده رئیس جمهور، دا زما وړاندوینه ده. د دې په کیناستو سره کله چې د کابینه ترتیب کی، نو دا افتخار به هیلری کلنټن اخلي چې په افغانستان کې سوله راځي. زه نه پوهیږم چې دا طالب ورونه په دغه دوه کاله کې څلوېښت امریکایان نه دي وژل شوي. دا صحیح ده چې د کابل دولت پوشالي دولت ده او د امریکایانو د خوا نه جوړ شوی ده، مګر دغه ټول امریکایي جاسوسان په کابل کې سل قسم نه دي. په دې کې خو دغه ملت وژل کېږي. خطاب صاحب محترم، په دې کې دواړه خواوې، دا خو د کمونیستي رژیم نه ده چې هلته لاړ شي کمونستان وژي، خو هغه عسکر مسلمانان دي او طالبان مسلمانان دي. تاسو وګورئ خطاب صاحب محترم، کله چې مجاهدین د طالبانو نه سل چنده قوي وو، مګر د مذاکراتو سولې د لارې نه دوی مخکې لا نړل. تاسو ولیدئ چې په افغانستان کې پنځه شپږ کاله څه ماتم وو، او کابل او ټول افغانستان کې څومره وینې توی شوې. که دغه طالبان نن افغانستان بیا ونیسي، بیا دغه وینې تویږي. تاسو ته معلوم ده چې امریکا یا جهان او موږ ډېرې وړوکې مملکت یو، د مذاکراتو د لارې نه که دغه مسله حل شي، او دوی وایي چې امریکا نه غواړي، امریکا چې نه غواړي، حزب اسلامي د امریکا ډېر اساسي دښمن و. تاسو ته معلوم ده ټول دنیا ته چې دغه ټول دنیا د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب پسې څومره تبلیغات وکړ، مګر نن امریکا دې ته حاضر شوی ده چې کابل دولت ته دا اجازه ورکړې ده، تر څو چې د امریکا خوښه نه وي. د کابل دولت تاسو ته معلوم ده هیڅ کار نشي کولی. په دې کې خوښه درلودله چې حزب اسلامي سره مذاکره وکړي او هغه مذاکره نتیجې ته ورسېږي، نو دغه طالبان هم باید هغه وکړي. نور هم وخت نه نیسم. خطاب صاحب، اوله خو وروره حزب اسلامي راغلی ده، فایده یې څه ده؟ یو شی خو صاحب یو قدرت و توانایي واغه ولري، دا که څه ورته وایي خانه شاه خبر نیست و خانه عروس دنگ و دول واچو، دا خو بیا یو کردت هم که دایی سی چه امریکا تا این ورکید هم دا آقا اشرف غنی راسان لار بروکسل تا وایدی ما داقا دورو رو دستاورد می داده چه حکمتیار چه تا ششل میلیون دالار پساری خیوی ما سر قرار دادیم زک ده هیلری کلینتن و ده اوباما هم ده ناتوم او ده آقای تراولان هم داو چه حکمتیار می راست تسلیم می آقا چه خوز طالبان هم راستی وزرون پیشکوه ها چه وی پیو قفص که سب ده مرغان بیالوتای نیستی ایت دا خبری دی. آقا وقتی چه حکمتیار پو جهاد کیو دخمن دی امریکا و مگر هم دقا امریکا دوی تا پیسی ورکولیش پیتی فیصد بودیجه ده و بخه ده غربیان و ده امریکا زد ده شوروی هم ده حکمتیار تا ورکول که ده خلکو پو اوگا ده توپک که خودل جنگونه کولی جنگی لشکر رو کنه چې د صلحې او د سلام و چې ډیپلوماسي له لارې و انحناو کي و دا نه و ځان ته ښېګڼې هم لري او بدۍ هم لري. نو اوس راغلي دي صاحب چې موږ صلحه کوو. چا سره یې کوئ؟ د امریکا له حکومت سره یې کوو. ولې مو شپږ میاشتې مخکې نه کوو؟ ولا فکر هم نه و صاحب ډېر وبخي. دا ورسه د پژواک هغه وګوره د حکمتیار مصاحبه کله کله تاسې هم داسې کورکورانه و پټو سترګو هر شی ما هغه کوئ تاییدوئ.
صلح که په حکمتیار راځي خو درسته، مګر که نه راځي صلح په حکمتیار نو تاسو ته باید دروغ یو څوک نه وایي چې ولا د حکمتیار څه چې دي نه دي غونډ په همدې حکومت کې دي کار یې کوو که نه تنا حکمتیار پاتې وو، هغه قرارداد امضا کړی، هغه راغلی. آیا د ده پر اتاق باندې کوم یو تنظیم جوړیږي، فساد رفع کیږي، د طالب جنگ کمیږي، د ناتو هغه بمباری کمیږي، قرارګاوې نظامي قرارګاوې تړل کیږي، ولګه رفع کیږي، مواد مخدر رفع کیږي، یو شی خو به دوسي وروره زه راغلم دلته چی وسوخه د اقتصاد کې موایار عامل چې تاسې علاوه کوئ په هغه تولید د نهایي او مفیدیت د نهایي کې باید یو تغییر خو راشي که نه. او ستاسې غواړئ په یو مؤسسه کې یو ښه منیجر راولئ، وایي دا ډېر لایقه سړی ده، لایقه سړی خو باید په آخر د کال کې وښیي چې زه چې راغلم دغه د تاسې یو میلیون ډالر عاید و اوس لس میلیونه ده یا دوه میلیونه یا درې میلیونه، یو تغییر راغلی. مګر که وایي چې دا ډېر ښه منیجر ده، راغی په آخر د کال کې همغه یو میلیون یا اته سوه زره سوي دي یا زیاتې سوي هم نه وي، تاسې هغه ته یې وګورئ، نتایجو ته هم وګورئ که نه. د حکمتیار یې زه یم، ته خدایي غږېږي، په عقل غږېږي، په منطق غږېږي. طالب یو جنګي قوه ده، خو په نهایت کې که وګورئ وایي طالب، داعش، القاعده غونډه همدغه امریکا خلق کړي دي، چې امریکا سوریه کې هم جنګي، عراق کې هم جنګي، افغانستان کې هم جنګي، په یمن کې هم جنګي، او دوی ګټې ترې واخلي، او په نهایت کې همدا کمپنیانې د اصلاح سازي هم ګټې واخلي. دا خو دنیا او هغه خو یو تړلی یو حساب ده، چې یو چېرته یې کش کې سل جینو سره کشیږي، داسې مجرده توګه باندې تاسې نه شئ کولی چې یو قضاوت پرې وشي. بلې، سلام علیکم. الو، بلې، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. وعلیکم سلام. ما صادق هستم از جرمنی، شما را زحمت دادم. مهربان هستین. خدا خطاب صاحب، ما که پروگرام مقبول شما را سیل دارم، مگر از پیش ما صاحب سر کلاوه گم شده. دختر والا خب از ما هم گم شده صاحب، به خاطر از اینکه یکی از خواهرها چند وقت پیش زنگ زد، بسیار مستند همراه شما حرف زد که پاکستان طالب داره، ایران طالب داره، انگلیس طالب داره، امریکا طالب داره، روس طالب داره. امیگا پاکیزت همه گفت طالب دارن خود. و ما چشم دید خود براتان بگویم، اگر یک مسلمان هم گرفتن اینا کشتن، هر دو طرف کشتن، اگر یک کافر هم گرفتن به پول هلایش کردن. امی مصارف طالب کی میتر ایره شما میفهمین؟ باور کنید نفته و در دو انگشت پت نمیشه. هر انسان با عقل و با هوش میفهمه که قدر مصرف جنگ از اینا را کی پرداخت میکنه. ما از آقای مجاهد پرسان میکنم یه چی رقم خزانه است که قدر جنگ میشده ایش. حالا خب وقتی روس هم نیست که کل دنیا کمک کنن، اینا همشون پشت سر با امریکایی ها صحبت دارن. اونطور هر کسی که میگه، فکر میکنم که اشتباه میکنه که میگه که ما با امریکا چیز نداریم. امی امریکای اشغال شاید سبا طالب هم بیاره در افغانستان، اون وقت باز چی بگیم؟ اون وقت باز اینا هم میگن که اشغال نیست، حالا کم ماندن یا مبرایان یا ما میکشیمشان. همشون با امریکایی ها یک جه هستن. خطاب صاحب، نظر شخصی معقول است. امیر درست میفهم. و علیکم سلام. معقول بیه صاحب که از امی آوان جهاد ببینین صاحب که تار جهاد به دست کی بود. باز بعد از او حکومت آقای ربانی و حضرت صاحب که انتخاب کرد، مقرر کرد گماش در افغانستان. باز بعد از او جنگ های داخلی، باز زمین حکومت ربانی صاحب شش سال کید و توسط روسات اسلحه ها مهمات از اونا توسط از اونا داده میشد. امی قهرمان همچه مسود در دا دامانی کی بزرگ شد؟ یکی نظر ما و شماست که یکی یک دفعه پیغمبر می سازیم و صاحب ولی اولا می سازیم و بزرگ می سازیم، معجزه نشان می ده و صاحب شهید و دیگه و دیگه. این مغز کوچک افغان است که از یک پاشا یک دفعه عقاب می سازه. مگر آمدیم بالای اون تحلیل و منطقی درستی که پذیرش داشته باشه، هر یکی یک از بیرون حمایگر داره و داره و خواهد داشت. جنگ های شرق میانه هم از بیرون تحمیل میشه و تعمیل میشه. این جهان امروز در زیر سلطه کشورهای بزرگ قرار داره. در یمن جنگی که صورت میگیره خود توسط اسلحه بیرون است، اشاره های بیرون است، و عربستان سعودی کیست؟ یک نماینده امریکا است، در یمن جنگ میکنه. ایران تحریک میشه، در اونجا جنگ میکنه. در سوریه کی جنگ میکنه؟ روس است.
امریکاست و ایناست. داعش هم موجودیتش آغازی از او یا کمک درون که مطالعه کنین توسط امریکا و غرب خلق شده، منتها زیر داعی از او. جهاد افغانستان خلق شد جلوی چشم شما. درست است که احساسات ما بود، دفاع از ملک بود، ولی خود دامن زده شد، تفنگ داده شد، کارتوس داده شد، یک تبایی بالای ما آمد، با خون ما جنگ ویتنام هم انتقامش گرفتن و سه وطن هم آزاد کردن و جنگ سرد هم ختم کردن. یعنی از هر طریقی ممکنه اینا مردم های هوشیار هستن، میخواین که مفیدیت داشته باشن. طالب هم میتونیست که اینا میگن که ما از آسمان ها تا شدیم و صاحب در آسمان پنجم اونجا اسلحه سازی بود، خداوند دست ما داد، باز ما را گفت برین در قندوز جنگ کنین، در فلان جای جنگ کنین. یک چیز است که او را باید فراموش نکنیم. یکی مسئله مهمات و امکانات بیرونی است که تحریک بیرون است. یکی خود انسان است که بعضی انگیزه ها در درون بعضی انسان ها شریفانه نمو میکنه. او مسئله جهاد هم است، دفاع از ملک هم است. چون در جهاد افغانستان هم از دفاع از افغانستان مطرح بود، انگیزه خلق میشد، مگر دیگه از او بهره برداری میکردن. از طالب هم شاید هم کار کنن. یه گپ شما به کلی درست است، هیچ کس او را رد کردن نمیتون. اگر یک طالب هم بگوید که ما از مشکه نمیدانم روغن بم جور میکنیم، یک مشکه دو مشکه بیادر قد روغن از کجا شد. روس هم برشان سلام میته، ایران هم میته، پاکستان هم میته، دیگه کشورها. باز خود از جا همی اسلحی که برای ناتو، برای حکومت پوشالی بگویم یا مفسد افغانستان می سپارد، همی محلات جنگی صاحب یک داد و سدود، یک تجارتی صاحب در همی جبهات جنگ صورت میگیره که هیچ حد ندارد. یک پوستر یک دفعه قماندان در برابر یک دو میلیون دلار زنده اعلام میته، میگه بگروزین بچه هم که طالب آمد، اگر نه تارمار میکنه. و در اون وقت پول خود از طالب گرفته. و طالب از کجا میکنه؟ طالب مواد مخدر است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در رقم بالای تولید کش، تولید و قاچاق مواد مخدر دارد. میگه در حدود یک صد میلیون دلار یا 150 بیلیون دلار سالانه مواد مخدر از افغانستان خرید و فروش میشه و بخشی عمده از وارد زیر سلطه طالبان است. یعنی وقتی آهسته آهسته چراغ بردارین، امی امکانات مالی از بیرون، از درون، داد و ستود، از مواد مخدر، از امیال با امرای روس و چی، امی نشستی که طوری که شما فرمودین در قطر صورت میگیره، ایسه از حراس امریکا، از روس و ایران است. دفتن من طالب هم میخواین که راضی نگه دارن که نره با اونا دست خود یک نکنه، هم دست نشون با وساطت پاکستان. البته به هر حال دوستان عزیز، یک وقفه اعلانات اشاره شد میریم و شما هم دوستان عزیز لاینا پر است، لطفا تشریف داشته باشین. ولی مسائل صحبت میداریم، مسئله گرم شده میره در افغانستان و علاقه مندی دوستاره که ما میبینم به سیاست افغانستان خصوصا به وضع موجوده بیشتر است. ما خرسند هستم که ما باز هم علاقه داریم، اوضاع افغانستان تعقیب می‌داریم. لطفا با ما باشین، انشاءالله خدمت شما خواهیم. یکی از بزرگترین مشکلات امروز بشر چاقی است. چاقی و اضافه وزن علاوه بر تأثیر منفی بر زیبایی ظاهر انسان، باعث بسیاری بیماری‌های قلبی، خونی و سکته‌های نابهنگام می‌شود. امروزه مبارزه با چاقی و یافتن راه‌های درمان آن مأموریت بسیاری از دانشمندان و محققان است و به همین دلیل است که صدها نوع دارو برای درمان چاقی امروز در بازار موجود است. اما آیا می دانید عوارض جانبی داروهای شیمیایی بسیار بدتر و شدیدتر از خود چاقی است؟ آیا می دانید در بسیاری مواقع شخص مجدداً اضافه وزن پیدا می کند؟ چرا راه حل‌های گران، رژیم‌های سخت و داروهای شیمیایی وقتی می توان با پیوند دوباره با طبیعت و به روش سالم و طبیعی با این مشکل مبارزه کرد؟ کپسول‌های آیورتریم محصولی از دانش پزشکی آیورودا، راه حل طبیعی برای کنترل وزن و رسیدن به وزن مطلوب.
مبارزه با پر اشتهایی، تقویت و سرعت بخشیدن به سوخت و ساز، دفع بیشتر مواد اضافی از بدن با ترکیبات کاملا طبیعی. آیورتریم با استفاده از ترکیب 3 گیاه اصلی، گارسینیا، آرجونین و گوگل، سیستم بدن را ترمیم کرده و با تأثیر مستقیم بر اشتها، سوخت و ساز و دفع مواد از بدن شما را به وزن مطلوب میرساند. Made in USA. ISO 9001:2000. Prop 65 compliant. GMP compliant. آیورتریم محصولی از دانش آیورودا. آیورودا، علم زندگی، علم جوانی. 818-884-7018. چای الکریم با عطر بهاری و طعم لذت بخش به روزتان لحظه های سرشار از شادی و ارمغان می آورد. برنج های الکریم، عمران القصر الکریم، فیصل و احمدیار بهترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر دلاویز از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دلخواه خانواده های شرقی. این برنج ها را می توانید به طور عمده و پرچون از این نشانی ها به دست بیاورید. شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ، نمایندگی های شرکت کاپت اکسپرس در منطقه ساوتال شهر لندن انگلستان، نمایندگی های این شرکت در شهر مالموی سویدن با مدیریت آقای ابو عمر و سایر خوراک فروشی های افغانی، ایرانی و عربی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی. برای به دست آوردن معلومات بیشتر لطفاً با شماره های زیل در تماس شوید. گلبهار فوندیشن، رهی نیک مردان آزادگی، چو استادهی دست افتادگی. گلبهار فوندیشن، مؤسسه کمک برای مستعصفان. باکس دیجیتال طلایی 1. تولید جدید در جهان تصویر دیجیتال. اگر می خواهید جهان را در خانه خود تماشا کنید، اگر می خواهید 1500 کانال سراسر جهان را داشته باشید، از باکس طلایی 1 دریغ ننمایید. امکانات یوتیوب، گیم و ایمیل باکس را 1 سال گارانتی می دهد.
ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم د پروګرام جریان لري او ګرمه مسله البته هم دا د طالبانو ناشته چې البته طالبانو رد کړله جناب زبیع الله مجاهد طالبانو ویاند هغه ویلي چې دا خبره درسته نه ده او دلته هم یو ایمیل ما ته راغلی ده چې دوی رد کړې ده د طالبانو ناشته په قطر کې او دا یې ویلي دي چې په موږ یې هم غږ کړی ده د ګاردین غربي ورځپاڼې د ځینو نامعلومو سرچینو په اساس راپور خپور کړ چې د اسلامي امارت استازو په قطر هیواد کې د کابل ادارې له کسانو سره لیدنه کتنه کړې او داسې نور موږ د لیدلو کتو او خبرو دا ډول راپورونه ردوو د اسلامي امارت استازو نه له معصوم ستانیزي او نه هم د کابل ادارې له کوم بل چارواکي سره لیدنې د مذاکراتو په اړه د اسلامي امارت په موقف کې کوم تغییر نه دی راغلی په دې اړه زموږ پالیسي ډېره روښانه ده د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا په ټولو رسنیو غږ کوي چې د دا ډول بې سنده راپورونو له خپرولو ډډه وکړي زبیع الله مجاهد صاحب البته دا خو ګاردین ورځپاڼه ډېره معتبره ورځپاڼه ده هغې کړي د هغه په استناد باندې موږ یې وایو او که شایعی دوی هم رد کړې ده دا نو بې سنده نه ده مګر یو شی طالبانو ته هم زه وایم که بیا دا خبره رښتیا ووتله نو بیا یې تاسې موقف په مځکه لګېږي نو تاسې هم بیا خلکو ته بیا ډېر دروغزن معرفي کېږي او باید رښتیا ووایي په ډاګه یې ووایي خصوصا چې ما پرون له امین کریم صاحب نه وپوښتل مالک یو څوک خدای نه مني او رسول نه مني په یوه سنتي دیني اجتماع کې چې غونډ د دین که ورته ووایې غونډ سترګې ړندې کوي غوږونه هم کڼوي مني یې به ایمانه ټولنه ده له هغه طریقه که خلق غولوي نو بیا دا ښه کار نه ده او دلته هم که بیا تاسې جهاد ده او صاحب اسلام ده او حدیث ده او په دې باره کې غږېږي او بیا که مخفي خبرې هم کړي او روښانه شي او تاسې دلته رد کړي بیا نو تاسې ډېر دروغزن خلک یاستئ له خدای سره بیا لوبې تاسې هم مه کوئ دا د ما هم په دوی غږ ده په طالبانو باندې هم مګر یو شی ووایم چې دا په جنګو کې دلته مسله د خپله روحیاتو د څوک چې په جبهاتو کې جنګېږي یو وخت به ما عبدالحکیم مجاهد صاحب ته په نیویارک کې د طالبانو نماینده و استازی له هغه نه مې پوښتنه کړه دا مکاتب د ښځو هم خوښې کوه وروره د تلویزیون سره هم غرض مه لري ده و وروره موږ یې خوښې کوو خو دغه څوک چې په دا جبهاتو کې جنګېږي هغه دا خبره نه مني هغه بل خلک دي بله منټالیټي ده نور افکار لري په کلي یو بله جنس د بشر ده صاحب چې که موږ دا قطع کړو هغه کو شروع کړو صاحب تغییر ورکړو بیا هغوی جنګ نه کوي نو اوس هم که د خپلو روحیاتو لپاره د ننه یو هغې د رمزي هغه لایده خبره ده مګر که داسې په ډاګه او دغسې مهم خبر چې راوتلی ده او د حکومت افغانستان هم تایید کړی ده او دوی ردی دا نو بیا د دوی او د هغوی تر منځه یو خو د اعتبار جنګ هم مهم ده چې تاسې اعتبار او د هغوی اعتبار سره بیا موږ معلوموو په هر حال همداسې خبرې دي بلې السلام علیکم صاحب الو خطاب محترم السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم مسعودی صاحب بفرمایید اینجا لاینا پر است ما شما را اولیت حقی اولیت دادم تشکر لطف کردید محترم امی خبر تازه امروز مرا به روز را به یاد آورد که وقتی که قرارداد صلح بین برادر حکمتیار و دولت افغانستان امضا می شد در پالی دیگر صحبت های آقای حکمتیار اینا از ملا رسول تشکری کردن به خاطر حمایتشان از پروسه صلح بین الافغانی خبر امروز مرا به این خاطر انداخت که وقتی که اینا تشکری کردن از ملا رسول در اینجا برادرهای طالب و بعضی طالبا ملا رسول گفتن که اینا در پیش امنیت کابل در توقیف هستن و امنیت کابل اینا مجبور ساخته که تا از پروسس حمایت کنه ولی حقیقت این قسم نیست قسمی که امروز واضح شد حتما ملا رسول در مو جریان با حکومت افغانستان در امنیت کابل شورای امنیت کابل اینا مذاکره داشتن و مذاکره دومی از اینا با اتمر و استانکزای به نمایندگی از دولت افغانستان اتما در قطر با حضور امریکایی ها صورت گرفته و این چیز امکانش زیاد است چون چند قطعش در خبرها در آرانای بیات همین خبر را پخش کرد از این برای ما وقت دادن یک جان تشکر میرمان این فقط نظر ما بود که شاید
ملا رسول میانجی باشه بین طالبان و دولت افغانستان. بله بله امکان داره صاحب، چیزی که شما میفرمایید. بله سلام علیکم سن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام محمدی صاحب، مهربانی کنید تو یکمک. ما امروز از سر کلان شروع میکنم. حکومت امریکا، دولت امریکا امروز جیک شانی داره در دنیا، جیک میشانه. به طور مثال براتان میگم کوریای شمالی اول گو شیری های خود تعیین میکنه، کوریای جنوبی و ژاپن است، بعد از او برازی ها جیک شانده کوریای شمالی، که اگر من نباشم کوریای شمالی شما را خام پست میکنه، حالا که مصارف اتمیشم خود امریکا میده. جیک شانی دیگه سالا ایران از سر عربستان جیک شانده، که اگه ایلا بتم خاندان سعودت از بین میبره و اهل سعود سر ایران شانده. در افغانستان هم دیگه ای عبدالله مبدالله را از کی بترساند؟ طالبا را جیک شانده، که من نباشم شو پستتان میکنه. اونم تو که دوانده بودیتان کلاب باز که علاج کنم میدوانه ایتونه. این سیاست جکشانی نو است و خود همین آقای مجاهد ها میره میفهمه که وقتی که دولت و تانک و توب داشتن دو روز تاب ناوردن، سرداد افغانستان اعلام کردن طالبا، حال امروز 14 سال جنگ میکنن. این جنگ گریز است که با مشوره است، باید تو گوکای شیریش عبدالله و اشرف و کرزی یا از ای طالب بترسن که خوب شیر بتن. شیرم نمیته بیادر نمیتن سبا نوکر است. نوکر است ست نوکر است که چشم دوزی نداره، چشم دمال بادار نداره، نوکری میکنه پاک است. اما برای خودم یک خدمت، اما غلام هم یک اندازه داره. غلام هست که مثلا آلمان و ژاپن هم غلامی ده تیر کردن، اما گفتن نو کاره که بر تو کنیم، یک کاره به ملت و دولت خدا آفرین به ما اجازه بده. عجب آفرین. اونم یک کار مملکت های خود دوباره آباد کردن و در پایشان. بله آفرین. از ما مگر همه تو نوکرک هایی که خدا گسپند باره انداخته که میگه هر چی میکنی بکن، همین زالر هم ما را بده دار بودی دیگه وقت تان از یاد. بله بله محمدی سه بسیار حرفای خوب زدیم. من تقریبا هم نظر هستم گسپنده خود تربیه میکنن و گسپنده که فربیشه و بس چشمای زور سرما میکنه، مثل دکتر صاحب عبدالله واری کالای نوزه جانش باز هر وقت که خاص قربانی هم میکنه نمیاره. سر معقول بود. بله بله سلام علیکم. آقا استاب سلام علیکم. و علیکم سلام. سر شما خوب هست؟ شما خوب هست؟ من رب بخواهم من شب بخواستم زنگ بزن رخ نشد. خیر اینال زنگتان ها من زنده باشم. من را آقای امین یک سوال بسیار مهم داشتم. خوب رفت. میگه در قرارداد نوشته است، در قرارداد حزب اسلامی با دولت افغانستان نوشته است که 150,000 دلار مانه برای حکمتیار صاحبته. نوشته کدن؟ پولی ده که 150,000 دلار امریکایی ده برای آقای حکمتیار میتوه، یا میگم که اساکر امریکا برای وقتی که نو برای بازی پول کی برش میده؟ او رو تا وقتی که برای میگه بتینه یا میتون نوشته نکده سه؟ نه دقرارات نوشته است، میگه که ما گفتیم که برای ولی دقرارات نوشته است که ما ترمیتیم 150,000 دلار. حزب اسلامی میگه که نه، ما تا آخر مبارسه داریم که اینا برای وقتی اینا برای خود ترکی میتی پیسه را ورده داره چی ورده قریه خاطف دیدی؟ اما تو گم بودی، همی تو گم میموری. امو شرماور است آقای خطر. امو طفلم شما در جا مبارزی ها بسیار شرماور. امو طفلم تا یک وقتی چوشه ولادم خجالت میکشه. نه خجالت نکشین سب سیاست هست، سب در سیاست نه خجالت هست و نه سرنیگونی هست و سب همه طور هست باید یک ساینس رو را فکر کنین که چطور برای اهداف برسه. ضرور نیست که سیاست ما فکر میکنیم که یک حکومت هست و یک کمپانی هم از خود سیاست داره، یک مؤسسه هم از خود سیاست داره، انسان ها از خود سیاست داره. حتی میگن دمی فامیلا اگر رئیس فامیلی بسیار خوب بودی و سیاست خوب داشتی و اولادار به سیاست کنترل کردین و خانم و مرد و مرد خانم خود با سیاست با یک تفاهم صحبت کردن،
او فامیل میگه موافق میباشه، مگر همی سر درگم و دو بزن و یکی دیگر چپلک وارکو صاحب دمخانه هم غدمغد طول و خرابی میه. بنان سیاست مختص به یک حکومت و یک ارگان دولتی نیست، هر یکی باید از خود یک سیاست داشته باشه. بنان دیگه در سیاست باید یک فن است، باید یک استعداد است و باید عمل شوه. اونجا من شاید حکمتیار بگه تا وقت ما رو بتین باز ما روزی خود خود ما پیدا میکنیم. بله سلام علیکم سه. خدا سه محترم برادر سلام خوش آمدید. خیر و خیر. خوش باشید، زنده باشید. در قدم اول از این پروگرام های خوب شما من قلبا تشکر میکنم که برای خدمت به منور ساختن یا با خبر ساختن اوضاع حقیقی سیاسی، گرچه که حقیقت صد فیصد کس نمیفهمه، اما شما بسیار به این قسمت خدمت کردین و خدمت میکنین و خداوند شما را برکت بده و امرای فامیلتان، امرای اولادایتان، همه گیر خوبیایتان خداوند به مرویتان بیاره. تشکر جانم. زنده باشیم. تشکر. و موقف صادقانه شما بسیار قابل قدر است. اگر همه گیر افغانای ما کوشش کنند که در مقابل مردم خود، در مقابل وطن خود، در مقابل منافع وطن خود موقف ما صادقانه باشه. اما امی وقتی کارم میبینه که هموطنهای ما تلفون میکنن، این مثل یک آینه است که امو وضع فکری مردم ما را انعکاس میده که هر کدام منفعت خود را فکر میکنه و هر کدام ببینی که مردم های هستن که با وجود از اینکه واقف هستن که در افغانستان جنایت شده و این جنایت ها را جنایتکار ها کردن، با وجود از او کوشش میکنن که بدون قید شرط از امو جنایتکار طرفداری کنن و بسیار ناراحت میشه وقتی که امو جنایت های از و در اینجا یادآوری میشه. این بسیار جای تاسف است و این امو میگه کاسه چینی که صدا میکند وز خود خیش ادا میکند، یعنی امو وضع امو فکری از امو انسان موقفش ارزش انسانی امو نفر این نشان میده. و همین به نظر من همین بدبختی که امروز مسلمان ها همه گی گرفتار هستن، همین علت عمده از این موقف ما هست که به هر چیز کوشش میکنه. یک نفر خواهم میبینم یای از دل خود مثل که امو برادر ما بعضی چیزها را گفت و یک برادر دیگه ما مثلا طالب ها را گفت یا نوکر روس ها مثلا چطور ها مثلا طالب های چطور چیکار، یعنی بعضی چیزها را امروز سیاست دنیا بسیار مغلق است، آدم بسیار مشکل است که در بعضی جای ها حقیقت صحیح بفهمه. اما چیز را که ظاهرا ما انسان ها میبینیم، شریعت ما ظاهرا میبینه، امروز دولت افغانستان وطن فروش است، خودشان افتخار میکنن، اقرار میکنن خارجی ها را آوردن، عسکر افغانستان قریجات شهرها را زیر بمباردمان میگیره، تیاراتشان عملات مثلا نمی مردم قندوز امروز از خاطر که مردم قندوز اکثریتشان آزادی خواستن واره یک دفعه ببینی که مبرای باز طالبان رو میمانه که بیایه باز پس وار میرن، باز بیایه مردم فقط جزا میده که دیگر طرفداری نکنن و مطیع دولت شون. و همین وضع ملاهای ما که یک ملا رو ببینید که میای تعریف پوستومه میکنه که بسیار خوب آدم است، در حال کچه نهایت کار است، یکی از بودی هم میکنه بدون قید و شرط، مشکل از دولت، یعنی از شورای نظار هم میکنه، از جمعیت هم میکنه. بله. و یک چیز دیگر ما میخواستم بگویم که ما دشمن امریکا نیستیم، ملت افغانستان دشمن امریکا نیست، ما در موقف هم نیستیم که در امریکا دشمنی کنیم، مشت و دروش کت یکی دیگر برابر نمیشه. امروز اگر ما میخواییم که آزادی داشته باشیم، افغانستان یک مملکت غریب است و کمک ضرورت داره و امریکا یک مملکت قوی است. ما نمیتونیم که سیاست امریکا رو به کلیام تغییر داده بتانیم، اما در وطن خود افغان ها میتونن که از حقوق خود و این حقوق مشروعشان است، از حقوق مشروع خود دفاع کنن و اگر در آینده امریکایا همین جنایات که کردن تاوان از این را میتونن و روابط خوب امرای افغانستان میداشته باشن، افغانستان در موقف نیست که امرای کسی دشمنی کنه. و خود حکمتیار که میگه که سخت دشمن امریکا، برادر یک لک یا یک و نیم لک دلار معاش میخواه ازشی، چه قسم دشمنی است؟ باز از یک طرف دیگه همین
خود رئیس جمهور آلمان که یک زن است که 15,000 اورو معاش داره، او در یک مملکت ای به انصاف خدازاده در یک مملکت غریب آمده یک نیم لک دلار خوب بشینه، اگر مجاهد هستی خود نان چای بخورین و دمونجا امو کسایی که ازت محافظان میکنه امو را یک نان چای بدین، در یک معاش که یک مامور افغانستان داره دمو قناعت کنین که اگر شما میخوای اما تو اجدار میخوای که یک لک یک نیم لک دلار معاش بدی، ولی 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 یا کس نداره این جمهور در دنیا یک قدر معاش نداره. ولی اینا بسیار تشکر از اوستان شما. ولی همه تو راز مرا یکان تا میگتم امریکا چرا یک کسایی که به حکومت پولای حکومت امریکا را میخورن و قرار شدن و سه تقاعد کدن و اینا، باز ما گفتم این خو قانون امریکا است که یک نفر که از 65 بالا شد حکومت برای از اون پیسه میته، وقت قانونی از اوست. ولی همی کسایی که در افغانستان هستن چی حکمتیار یا ایدگاه یا حق قانونی خود میدانه. یک روز ما با یکی صحبت میکردم، جوش صحبت بود تلفنی، او گفت بیادر این فکر میکنی که یا دزدیده و خودت هم بسیار نارام هستی و در تلویزیون هم میگی که حکومت دوز است و که دیگه است و هم میگه نه بیادر ما این دزدی نمیکنیم، یک قانونی ماست، امریکا آمد ما را کار داشت، کمکشان کردیم، اشغال کردیم، طالب هم دواندیم، حکومت هم برش میچرخانیم، غلامی هم میکنیم، چیزی هم نمیگیم، وطن خودم برشان ایلا دادیم، فروختیم، در برابر از او اگه ما را 1,000,000 دلار بده چی هست برای ناتو؟ ما یکقدر خدمت برای از او میکنیم، در سلطه از او برای از او همکار هستیم، امی حامد کرزی تقریبا 14 سال در رکابی از اونا دوید، وقتی اونا داخل افغانستان شدن این دوست ما نمیفهم از کجا به عجله از ترکیه آورد و صاحب چند تا دیگه عبدالله هم عبدالله امی عبدالله صاحب در سی ان ان نشسته بود و صاحب هم راپور داده میرفت، صاحب هم نوکر شخصی از اینا واری، هر کدام میگه ما کار کردیم بیادر برای کار خود ما، صاحب ما انوزام کم است، ما رو باید ده چند پول بده برای ناتو، ای دامن ناتو باز میشه، صاحب به بیلیون ها دلار در دیگه جای مصرف میکنه، ما رو چی داده؟ خب ما یک وقتی پول نداشتم، مالی صاحب 100,000,000 دلار دارم، 100,000,000 دلار چی هست در برابر کار ما؟ ولی اونا هم هر کدامشان که من حق قانونی خود فکر میکنه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام خدا خدمت شما و تمام بیننده میرسانم. و علیکم سلام. از پروگرام خوبتان تشکر. عرض شب خدمت شما که پیشت از ذبیح الله مجاهد گفته که شایعات هست. شایعات هم اندازه داره. دروغ یک اندازه داره. دروغ به یک سریعه نهی باشه که استانشده رسمی با نماینده ملا رسول و برادر ملا عمر، فامیل ملا عمر در قطر ملاقات کرده. شایعات هم اندازه داره. من ذبیح الله را ملامت نمی کنم اگر حرف مرا بشنوم، به خاطر از این که یک بار مجلس مجاهدین در اسلام آباد بود، برای حضرت از مجلس خیستاندن، گفت کل فامیلت معاصر است. ذبیح الله مجاهد نیست، امروز فامیل ذبیح الله در پاکستان است. پاکستان اون نمیتونه که از امر پاکستان سرکشی کنه. اما امریکا هیچ وقت راضی نبوده در مسئله صلح افغانستان امریکا پاکستان. تلاش خود از امریکا تلاش خود کرد، خصوصا بعد از مسئله بن کلمه نورت و ساوت به وجود آورد که کوشش میکرد که افغانستان تجزیه شود که موفق نشد، اما به یک چیز دیگر موفق شد که دو جنای مختلف به وجود آورد، که مثل که یک آدم دو زنه که دو تا زن داشته باشه از دو زن تلاش میکنه که چیز خود هم رضایت شوهر خود هم دست بیاره، همین قسم دو جنای مخالف به وجود آورد به نورت ساوت که در راستش عبدالله و اشرف غنی را قرار داد از او استفاده کنه. اما این مسئله را چون گلبدین حکمتیار در اول حس خودخواهیش در کابل هم ویران کرد، 50-60,000 نفر هم کشته شد، اما تا چی وقت؟ عمرش در 65 سالگی رسیده، در لب گور رسیده، متوجه شد که ما چیز مورد استفاده غیر قرار گرفتیم، کوشش کرد که امی قطر و قطار از هر طرف، من صحبت شنیدم که ما از دو جانب افغان کشته میشه، حاضر شد که این مسئله را خاتمه بده. و طالب هم اتریشخندی که امروز پاکستان سر طالب زد که یک حمایگرش بود هیچ کس نمیزنه، به سبب جهانی واضح گفت که تا مسئله کشمیر حل نشه ما طالب هیچ وقت مسئله طالب حل نمیشه، و از طالب از این پند گرفت. ملا رسول نماینده خود امروز در ایران هم روان کرده، در قطر هم روان کرده، در آسیای میانه هم روان کرده، فامیل ملا عمر و ملا عمر هم درد کرد اول فامیلش، به خاطر از اینکه ملا عمر با ملا برادر 21 نفره که صلح میخواست همیشه پاکستان به قتل رسانید. از برای خدا تا چه وقت مردم آخر افغان هستن درد میکنن؟
بسیار تشکر. اگر دوام بده، اگر دولت کابل هم دوام بده، اگر طالب هم دوام بده، میره برد بگیم تا کمک امریکا قطع نشده کابل جنگ میکنه، مجبور است در یک محاصره اقتصادی، و تا کمک عربستان و پاکستان قطع نشده طالب جنگ میکنه. اما کسی که افغان است، احساس افغانیت داره، مسلمان است، بد کنند تا چه وقت برادر کشی؟ آفرین گل بودین بیان دیگه مثلا حل کنند. آفرین، تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. یعنی تو که پاک بذار صفاست خوب تحلیل کردین، ما خرسند شدم. یعنی سابق کرچه خودت به کلیالی تغییر کرده آقا جان. رفی جان اینمی رقم صحبت اونه کمی روشن میشه، آدم یک چیزی را میدانه. یعنی شما از عبدالله میاد کردین، از حکومت دست نشانده میاد کردین، کمی حالی حقایق درک کردین که افغانستان مردم مهم است، نه چند تا دوز و دقل شرق و غرب و یا شمال و جنوب و اینا. تا جایی که راپور آمده برای جنگیری حکومت امریکایی که گفته بود که بابا ای چی حال انداخته این همین در هیچ دنیا دو رئیس جمهور شما افغانستان یک ریشخند و پوسخند که میگن سب او را جاری ساختین و سب به این حد خوب نمیشه که دو رئیس جمهور که هیچ بی سابقه گفت والا بیادر از دست حامد کرزی تا دو بینی بود. هر چیز که در دهنش میامد و صاحب میخیست و ما رو میگفت بنان ما اشرف غنی هم چپ مغز یک آدم هست، اگه یک دفعه دیوانه شد با زور کی پس میکنه و ازش یک کس دیگر میشانه دیگه. حالا ما تو یک جادو زدیم صاحب که دو نفر گفته خودت که دو هم باق باری که هر دوی از زود زیر پای ما لوتک بزنه و برای راضی ساختن ما. به اول لحاظ ما عبدالله رو در ارگ با امره زود داخل ساختیم که با مزاق ما رفتار کنه. جالب گپا زدی رفی جان، بسیار معقول بود. برمیگردیم دوستان عزیز، یک وقفه که دیگه اعلانات باز انشالله پروگرام و تاخیر دوام میتیم، لطفا در لاین اپ تشریف داشته باشیم. آیا از کمویی و تاسی در عذابی؟ موهای کم پشت و نازک اعتماد به نفس را از شما سلب کرده است؟ چرا بیشتر عذاب بکشید وقتی می توانید ظرف مدت کمتر از یک دقیقه دارای موهای پر پشت و سری پر مو باشید؟ بیور هیر بیلدینگ فایبر، تهیه شده از پروتئین کراتین و 100% طبیعی، ظرف مدت 30 ثانیه ظاهر شما را متحول می کند. چرا راه حل های گران و اشتباه وقتی بهترین و طبیعی ترین روش جهان در اختیار شماست؟ بیور هیر بیلدینگ فایبر را هرگاه که اراده کردید به سر خود بپاشید و با دست به صورتی که میل شماست حالت دهید و با یک اسپری آن را تبدیل به موهای جدید اما ضخیم خود کنید. استفاده سریع و آسان، راه حل امروز برای موهای پرپشت و فراوان. تلفن اطلاعات و سفارش 818-884-7018. شرکت مواد غذایی بابوری، بهترین برنج های بسمتی زرد و سفید فامیلی را به طور عمده و پرچون در رسط شما قرار می دهیم. همچنان از این فروشگاه انواع مواد غذایی افغانی، ایرانی و اندی را با کیفیت اعلی به دست دارید. آدرس: بیل اشتراسه شماره 98، شهر هامبورگ.
موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن طعام خوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دارند. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگ سالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دی سر خانم و عزت میمانم، برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم، برنج ممتاز بابا غذای مایه، برنج ممتاز بابا مثل فلایه، برنج ممتاز بابا غذای مایه، برنج ممتاز بابا مثل تلایه، برنج ممتاز نظریان چه عزیزه، به نزد جمله خانواده ها عزیزه، برنج ممتاز بابا شور و نواله، برنج ممتاز بابا انیس مایه، برنج ممتاز نظریان چه عزیزه، آشپز هم عزیزه، آشپز هم عزیزه. بازار ممتاز نظریان، انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبورگ. آدرس: ونسپیک شوسه 98، نمبر تلفن 0429884933 و 0176820809065. گران دوستان، سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کیو در پروگرام. انشاءالله آخری برخه به نیم ساعت بلم لرو سرغگی و بده افغانستان پیوخو و تاسی نظریات رو غوارم چه خبری وکو. یکی از دوستان گفت که فلانی دروغ میگه و فلانی راست میگه. امی خود دروغ و راست با اکی دیار کس فرق میکنه. یکی میگه اینمی واقعیت ما اینمی هست، یکی دیگه میگه واقعیت ما اینی چیز هست. در افغانستان هم خود واقعیت ها تقسیم شده و مردم کندیشن شدن در طول سالها، حتی در درون خود دین اسلام آیات شریف اگر در یک اخباری که منصوب است به یک حزب چاپ شوه او ریچ نمی پذیرن و دست می زنن و میگی اخبار درست نیست، یا این خبر به می استناد امی آیه ها درست نیست که کلام خداوند لایزال، و او دیگه که اگر می نوشت باز میگه امی درست است به استناد امی اخبار که منصوب است به یک حزب. این ما به چشم خود در لس آنجلس در دوران جهاد احزاب متخاصم با هم وقتی یک اخبار چاپ می شد در اونجا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله واضح یا بسم الله الرحمن الرحیم آیات قرآن، برای اینکه امی احزاب معمولا به استناد آیه های قرآن عظیمشان تفسیر و تحلیل اوضاع افغانستان رو می کردن، بنابراین باز یکیش که استاد می بود از اونا جلوی مسجد
چندین بار دیدم را به دست میزد که ما نمیخوایم مفت رایگان برای از او اما اخبار را میداد میفتم چرا این نپذیرفتین؟ گفتی خوصای مربوطی اونو حزب فلانی است. گفتیم مگر هم از خوب باو که در جهاد همه یک دست بودن قدر یعنی نفرت در میان موجود نبود تا که جنگای داخلی شد و بعد از او به اون لحاظ خود راستگویی واقعیت گویی مگر آمدیم کسایی که جانبدار نیست و افکار مردم نچسبیده با همی احزاب و قهرمان های سختگی پفکی دروغی و اونا کندیشن شده میگه یک نفر وقتی سگریت اول میکشه و دوم و سیوم و دوم و میان دوستا خنده و خوشگذرانی آیستا امو دوستا هم میگه که با او دمو وقت هم چلم بودن و یا میمیرن یا گم میشن مگر امو چلمی امو چلم باز نگه میداره او دمو مغز و وجودش با سگریت ترک نمیگه رفیقا رفتن پس کار خود مگر سگریت کشیدن یا عادت سگریت با او باقی میمانه و او معتاد میشه با سگریت حالی هم یکان بار میبینم که اگه آدم به کلی از امو حزب و از درون جهاد و اینا برامده در بیرونهای بیرون در یک کشور دیگه زندگی میکنه مگر امو اعتیاد وفاداری با یک حزب در درون مغزی از او باقی مانده اونمو ایستا ایستا باید شسته شوه باز شوه واقعیت های عامی که یک انسان پاک و بدون گرایش با یکی از اینا خدا را میگه حضور بدانین باز امو است که باز نه حزب آدم حضور میدانه و نه قهرمان و نه اینوان و نه رئیس حزب و نه امیر المومنین است در میان تنها موجودیت خداوند است و وقتی خداوند آدم حضور دانست واقعیت ها را باز میتانه درست آزاد بیان بداره اینا میگن اگر شما هم بهترین موتری که با $1,000,000 خریده باشین و در یک غبار و دما شما بخواین که او را برانین شما تیزرانی کرده نمیتانین چون اما چی قوای دید شما ضعیف میشه کلش غبار است در اونجا هم بهترین موتر یا ارزانترین موتر یا قیمترین موتر با معنی سرعت باید بره مگر اگر روشنی بود و پاک بود همه تو مغز انسان هم به همی تشبیه میداره که اگر غبار آلود بود بازو دیدش بسیار ضعیف میشه و یک دید محدود می داشته باشه با یک سرعت محدود می تانه و اگر پاک بود صاف بود و می تانه قضاوت های بسیار آگاهانه و افاقی داشته باشه بنان ما در اوضاع جاری افغانستان اگر ما خود بتانیم که مغز خود پاک کنیم قضاوت های افاقی داشته باشیم آزاد صحبت کنیم بازو خوب است در غیر از او به این و آن بچسب و اونا هم هر طرف رفت و ما هم با امرایشان دارم و شینوار یک اصطلاح یک فکایی واری بود میگه داود خان شینواری ها بسیار دوست داشتن اتا میگفتن که داود خان در پارتی در پا شینواری ها هستن بازدم شینوار دیگه اصطلاحاتی بسیار عام شینواری ها محلات و روستاها به اون ترتیب بود میگه داود خان سفر کرده بودن در وقت رئیس تنظیمی ها و اینای خود و شینوار باز اونجا بسیار یک نطق خوبی برای شینواریا کرده بود که شما دوستای ما هستین و دیگه بازم شینواریا او را بسیار قدر کرده بودن باز یکی از گفته بود که تاسی داود خان خوکسو و والا دیرم خوکتا هر چی دای وای موگه منو دیتا وای چی تیدی موگه غوه موگ دی لکی هر خواهد چی تیزی موگه دست را چون با او یعنی او تو راگه باشه که شما گاوی ما هستین و هر طرف که شما میرین ما دنب شما هستیم بدوین و ما مقب شما میریم بازو منتالیتی درست نیست من میگم بیاین امور بسکلانین آزادانه صحبت کنین خصوصا در قضایه جاری افغانستان بله سلام علیکم سلام علیکم استاد شای محترم مومن سب سلام علیکم سلام علیکم السلام سلام خدا به شما و به بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم خطاب صاحب عامیانه صحبت کنیم در وطن ما و شما دو قسم مجلس رواج است یکی مردانه و یکی نامردانه مجلس های نامردانه اون صورت گرفته بین حزب اسلامی و غنیجان اما تا به حال مجلس مردانه صورت نگرفته که ما سرش کار میکنیم که مجلس مردانه شود که شما هم در وجه اشتراک خواهین داشتن حال در موضوع اصلی رو بیاییم دفتر سیاسی قطر ای با استانکزه مذاکره نکرده و ای یک دروغ مرد میباشد
و خطاب سر امی آل امی پوز اداره دستشانده کابل شکسته و خونالود است و اینا بجز از دروغ و این امی فریب کدام چیز دیگر ندارن. اصل موضوع اینو ترسته که هموطنان ما خوب و دقت گوش کنه که شاغل امی قیم و کوچه کاکای اشرف غنی که یک خائن ملی شناخته شده می باشد و در زیر رکاب صلیبی ها سکدوی میکنه، آل با استردانه با امی استانکزی با بکسای پر از دلار سیایه اینا گماریده در ممالک منطقه اینا گماریده شده که تا آن یک امی ایمان امی طالبای ما را خریداری نمایند که الحمدلله در بین امارت اسلامی کسی برای فروش نیست و غنی گمان نموده بود که گروه را مانند اسلامی اینا را برمی سیایه و اینا گفته بود که اینا را ما میتونم که بخرم اما این را خریده نتوانستک. امی خطاب صاحب موضوع دیگه ایش کمی البته امی تسلیمی تازه غلامی غلام شدن آقای شاغل حکمتیار کیال تسلیمیار شده یک جهاد فروش سابقه است و چند نفر غلام بچه ازبی که سخنگوی دین روز آمدک یک بسیار قابل تاسف شرم آور است که هین جریان جهاد در حالت اشغال در موجودیت هزاران عسکر صلیبی و ملیشای سیایه که هیچ کس راجع به ملیشای سیایه نمیگه که اوچه اینا تقریبا تنها از وزارت دفاع یک 30,000 نفر هستند که سیایه چقدر هستند که از دیگرهاش چقدر هستند. در وطن ما بدون هیچ نوع تضمین که اشغال جنگ خاتمه خواهد یافت حکومتیار ایمان خود را برای نوکران جانکیری اطمر لعین فروختند. بله بله خب خطاب سید آن امی ازبی ها برادر های ازبی شما خود به اصلاح ایمان دارین قرآن می فهمین ای آقای حکمتیار رفته با کریم امین کریم با ای اطمر یک رزیل یک شخص است که دخترای پوانتون هست او را بان مومن سید او را میشنسیم یک پچی بیای ما باید از خواب بیدار شود. بله. شما مسلمان هستین. بله 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 لحاظ خدا به قرآن مراجع کنیم و به قرآن خود کلی ما مراجع کنیم سورس معلومات ما مو هست اگر مسلمان هستیم و راستی با قرآن بازی نمی کنیم و با قرآن همه بازی کردن بیادر تامیالی صاحب از قرآن از دین از سنت از هر چیز استفاده می کنن صاحب در جهاد هم همینطور بود امی جهادی های افغانستان خواست قرآن استفاده کردن ای بیلین بیلین دلار ارکی اندخته به نام قرآن به نام اخفال این امی مجالس شما می نشینین زیر خیمه الله اکبر با چک چک شعر میگن و دیگه میگن خدای اینا را در غضب خود گرفتار کنه امی قرآن اینا را بزنه در کمرشان که همه تو لعنت کردن اینا را یکان بار امی لعنت خداوند اگر دقیق مطالعه شده این نیست که صاحب یک نفر شما به دار میزنین یا خانیش سیل میبره یا دیگه بیشتر به کراهت به بدبینی مردم در خفا تو دزدانه زندگی میکنن نفرت دارن مردم از او کده بد نمیشه. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. سنگ و ورور جور بخیر. نی الله رحم در خطاف مبارک تعریف کرد مثال گفت نو دولت اوسره دیپلماسی جوړی دی تاوان بس صحیح من متا چې ول سیاست کور مخ رو یش چې شم نه لري ورور دا ایک وجا په ګور اعلان نه کول په یوټیوب کې تاسو به تر معلوم دوه کړه کوم ور دي شغاته تسلیم سوما ایا یې امریکای کوم دینه دی ما هغه کا اورز ما ته مارک به تر دا فخر کړم مارک ابو دې ورو ناری ولا سیاف کچه ته ما کافر ته لاس ورکې مې سره کې نه سم نه زه و تاسو دا په کارګوي سی یا بدلې ونه سم یا مرتد سوې مې نه دا کتران تر په ولاس کې دوه غنه عبد الله خان بناری ولا طالب القاعده نن ورو سعودي عربستان ته تلو د نن مخ کې اتا نور منډې ولا غږی سعودي عربستان پاتې ملک عبد الله رخص بر جګه بډګر نیول شاته تک شو چې ته منډې وې اورې چې جره ده خیر کې قدم ورسله شاته په شرمو ځانو شرما سیاست رو مخوروی نداری بس بایی چاوان دا ملانه تا رو با پاک اللہ جسپار اینجا یک کلیپ چی را فرستادن آقای دوستم یک اکس هست و بسیار جالب هست اکس چند وقتی که ما باید دارم یک سال قبل با امرای دوستم خودی از رو تلیفون کرد با امرای ما پرخاشش برآمد و افغانا بسیار متاثر شدن سراسری
جهانی که قهرمان ما رو چرا یگرفار عالی را امریکا یکمه که وضعش خراب شده و روسا طالب هم سلا دادن در قندوز و اینا ای دیگه یکمه که گفته باز پنچر شده ولی از امو غروفش جنرال میگه در جای نشسته و سای بود دست خودم تاو داده میگه در اونجا در تکه ها پیچانده میگه خونپر وضعش خراب بوده در این جنگ ها کنم ساچمه در دست از یه آدم هم خورده جنرال صاحب تلفونک در دستش هست که چی گپ شد و در یک حالتی بسیار حقیر و فقیر و بدون کنم گیتیس اما چی را وردارین فرزا جان همی نمره تلفونه که پاهای از آقای دوستم اونا گیتیس هم نداره جنرال باید خوب گیتیس و بوتای عسکری و اینا صاحب بالاخره گپش به کفشای وطنی رسیده و صاحب دریشیش هم گد ود بسیار وضعش خراب است شاید امریکا هم میره ایلا بتا میگه بکشین هم میره همه تو که پادشاه ایران و بعضی برده های دیگه خود دادم تیغ دادن و که هرچی دلتان میخواه و همه تو که روسا پادشمی های خود در افغانستان ایلا دادن سر سیاست روی پشت رو نداره یقینا همه تو از طوری که دوست ما فرمود بله سلام علیکم بله سلام علیکم څنګه الحمدلله کتاب صاحب دا بعضی خل د سولې او د هغه فرض نشي کولای چې مطیع صاحب نه وایي چې دا تسلیم شوی مطیع صاحب په شپاړسو کالو کې تسلیم نه شو نو نن به څنګه تسلیمیږي دا خو د بین الافغاني یو تاریخي لاسته راوړنه دی چې د سولې پروسه د مطیع بوتوه نو دا خلک بې منطقه خبرې کوي نو نو غواړي چې افغانانو کې سوله منځ ته راشي سلام علیکم او دا خو تا نظر دا چې تاسې وفرمایل مګر تحلیل دا ده چې هر څوک چې د حکومت سره سر خوري د حکومت سره ګډېږي نه یو سړی وایي د اوبو کې کثیفو اوبو کې چې ځان واچوي خو هغه بې منځه سي نه دی هغه بیا منځ نه شي کولی ولی پتی چه کالی چطل شو خپلا دای چطلی در حکومت چه دای اشغالی حکومت غی لغین خود دکتر نجیب حکومت هم این تقاضا دلوده در خپلا اسلام چه دا پا هر وقت که نسی که ولی چه خپلا تا بایراتاو کیو چه دا دیما خواه در از اسلام تا هم دا سیسا خلق باید اسلام تا مراجعه او که اغا محک و اساس اسلام دا میار اسلام دا چه اسلام چه وی که اسلام ویلی دی چه اسلام زین جایی که دیر عاجل حالتی سره د خپل ځان د نگهبانی لپاره ډیر کارونه کولی شي خوږ غوښه حلالیږي او شراب هم حلالیږي دا محرماتی په دین کې مګر که داسې عادي توګه باندې یو سړی راځي او یو ځای کیږي او مني قوانینو اشغال هم مني بیا خلکو ته سوال پیدا کیږي او دا سوال هم دی تا فرمودې پورې چې هیڅ وخت نه دی تسلیم شوی اوس ولې تسلیم شو اوس سیاف صاحب و ربانی صاحب و دوی ډله هر خوا ته چې صاحب شمالی همه خوا ته منډې وي نو دا دینه ګیلې د تعجب وړ هم هغه وخت کېږي چې یو سړی دا کار نه یې کړی اوس یې کوي بلې سلام علیکم سه الو بلې الو مهرباني الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تلویزیون خاموش کنین صاحب بیغم گپ زده بولین تلویزیون خاموش کنین صاحب خاموش شده بفرمایید خاموش کردم خوب کردین خاموش کردین بفرمایید خب برادر خطاب سلام خدمت شما و همچنان خدمت تمام بیننده های تلویزیون پیام افغان میرسانم وعلیکم نبرسانم برادر شما هم بسیار زحمت میکشین بسیار تکلیف میکشین بعضی برادرها را در تلفن با ما ارتباط میدین بعضی واقعیت ها را ما باید بفهمیم خب حال رای حل در کجا است چی قسم رای حل پیدا شوه روز به روز افغانستان 3.5 میلیون پودری شده جوان پیر اپاین سیاسرا در بینشان پودری شده چقدر در بحر بین ترکیه و یونان غرق شدن چقدر در مسیر ایران کشته شدن چقدر امیال فعلا در جنگلا زندگی میکنن و به مثل زو هر روز از وقتی که کرزای آمده شما حساب کنین یه انتحاری را بین خود طالب و دولت ای چی حال است که خودتان ببینین که مردم چقدر 1 میلیون دیگه بی خانه شده بی جای شده
اینا امو هر کسی که اگر با مو کسی که بابا کارمل خود فخر میکنه او هم بیا یک رای حل پیدا کنه و کسی که با دکتر نجیب خود برادر فخر میکنه او هم بیا یک رای حل پیدا کنه. کلگی از جای امروز کفته شده میرن، هیچ شرم ندارن. حال ما رای حل چی رقم پیدا کنیم که از این بدبختی برایم؟ اینال برد خطاب، شما خودتان فکر کنیم که هر کس در یک راه قرار داره، در یک گروه قرار داره، منتها عفت کلام رو باید مراعات کنن. ما هم میتونیم که بلیلی نشان بگویم، مثلا با مبارکشان بگویم، با افیزلامی نشان بگویم، با وطن فروشایشان بگویم. خیال رای حل چی هست؟ اینی رو من صرف پسان میکنم. ای که برادر حکمتیار به ارتباط صحبه یکی دیگه شان بیا یکی دیگه شان بله هر کس رای حل مقدم میگیم من عیسی یک شهروند حافظ تشکر برادر رای حل در دست خداوند است. من خوب با مقدرات بسیار اقیدمند است، بسیار چیزایی که ما در طول عمری بسیار مختصر خود دیدیم و عقل ما هیچ نمی گنجه. مو حکمت های خداوند که از یکی از یک معلم منطق میگه بسیار لایق آدم بود، از او پرسیده شد که خودت در منطق بسیار میدانی یا خداوند؟ با او گفت من در منطق بسیار لایق هستم. بسیار مردم تعجب کرد که چطور میگه یرفا را. باز جمله بعدیش ای بود که بله من منطق انسانی خود را جنگ میندازم، باز خداوند حکمت داره و باز او را هیچ من درک کرده نمیتانم با منطق عادی خود. فلیازا ما همی آنچه اشغال افغانستان توسط شوروی و با سقوط شوروی و سه همی اوزای شرق میانه و دیگه و دیگه هر کدامی از او به عقل بشری بسیار کم گنجانیده شده میتانست آمده و روزگار مردم افغانستان تار ساخته در افغانستان خصوصا و یا در شرق میانه. این مسائل یا خود در امی امریکا امی دانالد ترامپ و هیلری کلینتون بعض گپایی را که میزنم هم تعجب میکنم که یک کشوری که سنگ و چوبی از او تعلیم است، درس است، علم است و افغانستان را خود میگیم ما عالم نداریم و پیرو داریم و یک کشور قومی و عشیروی است و هر کس به طرف خود میدوانه در این کشور سه ببینین امی آدم اتو چتیات میگه امی دانالد ترامپ. میگن بار میشینم مرا خنده میگیرم میگم چطور امریکایی دانشمندی را میشنوه و سه بازمی را رئیس جمهور خود میگماره یا فرزنمی هیلری کلینتون بسیار یک ضعیف یا خانم است برای ریاست جمهوری امریکا هیچی ساخته نشده هم از لحاظ سیهی و هم از لحاظ خود امی تجاربی که در 8 سال اینا دارن هم در سیاست خارجی و هم در درون داخل اقتصاد به هم زدن سه باز هم هم امریکای اونها را میپذیرن. یعنی حکمت های خداوند آدم نمیدانه که چی. با آمدن حکمتیار یکی مرا گفت که برای خداوند لایزال ما همه مخلوقات مثل مرچگان که ما مرچه ها رو میبینیم همیشه یک رقم معلوم میشه. شما یک مرچه رو ببینید فکر میکنید دیگه هم عین مرچه است، در حالی که اونا از خود مشخصات خاصی دارن همینطور که انسان ها دارن. میگه اونا هم مرچه اگر یک تخلف کنه ما خود نمیدانیم، مگر خداوند میدانه که اونو مرچه تخلف کرد و اینطور شد. حتی در خود قرآن امی سلیمان علیه السلام وقتی لشکر از او میای مرچگان به یک دیگه میگه که زود بدوین خود پنهان کنین، اگر لشکر از اون آمد شما را زیر سم اسب خود میکنه و چخبیت میکنه. در پختو یک لغتی بسیار خوبی در اونجا داره که چیت بمکی. بنابراین آدم نمیدانه میگه که متای خداوند ما با علم و فکر قاصر بشری خود که روزگار خود درست کرده نمیتونیم یه عالم بدبختی افغانستان. اینجا یک فیلم اینجا فرستادن بسیار جالب است، چند نفر استاد هستن که او را ما میخوایم پخش کنیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله الو بله بله سلام علیکم. و علیکم سلام. جناب قطاب صاحب از ما صحبت میکنم. من پیشتر هم این برادر ما گفت که رای حل چیست. اگر شما فرزن سال تشویق کنید طالبا را و دگارا به این شکل که به حساب جنگ دوا پیدا کنه و سلحه نباشه، آیا مسئولیت از این را شما هر نفر کشتن بشه شما و طالبا میگیرد یا نمیگیرد؟ این رقم با بوی شما خودت کی هستی؟ چی کار هستی؟ که پاره میزنی؟
ما مسئولیت عمل کرده طالبان رو ما میگیرم که وا چرا و کارا رو میکنه. ما نمیفهمی منطق خودت یا مغزی که خداوند برات داده تو قوای متمایزی خودت قدر ضعیف باشه. ما طالبان رو تشویق میکنیم که برین شما یک آدم رو بکشین که گویا ما از او لذت میبرم. ما طالبان میگم که برین در افغانستان انقلاب رو به وجود بیارین چی کنین. باز ما چی کاره که تالی قدر ما قوی باشم و قدرت داشته باشم که و سبا ما میتونم خیلی بگم طالبا دیگه جنگ نکنین بیان بیادر پستم خانه های خود بینیشین بازم با گفتی ما میکنم خیلی تو راست خیلی کلی کل جنگ و صلح در دست بنده است. شما چرا تو قضاوت های بی جای بی معنا داره تو یک زمانی که باید از اقل یک چی خود داشته باشین یک دستاویز یک چیز. فرزاد جان یک چیز برای شما فارورد کردم و هم بسیار مهم است. در نجات سلای در نجات سلای که در اونجا چند چهره گپ میزنه که ما برتان بگویم. بله سلام علیکم سه. سلام علیکم ستاب سه. و علیکم سلام حبیرمی آوری او آورم زه دگروال عرب لمنچسر از کمتاتا او د تاوري دن کو سلام وایم. وعلیکم السلام. کتاب صاحب ګلبدین د مام سن فائدہ فاربی شوندی کې شتاګم وام او اتن سن کې موږ سره هم سن چانو او د موږ د قسم اول نمره و او عمومي اول نمره هم و د دویم نمره مساور دک او دریم نمره قاسم و اوري خبرې می او قطعه نه که وزید تر آخر تایم او لامغه وقتا تی در پروس شرایط تیخ پل تیزبون تاسیس پل و گلگوینین خوانه و شرایلی اغه و اغه بل ستامه و چه و شلعه و سای جلال معلم دی جغرافیه دی منگ شلعه و شرایلی و سای جلالی وینی والبندیان افر گلگوینین و تکتید نو لامغه وقتا زی کول اوزاد افغانستان گورم کول تحلیل و ما اگر تزی دونه لایق نه ام دو نه پو نه مگر د دنیا حوادثو ته چې ګورم تحلیلوم دغه نتیجې ته رسېدلی یم. نتیجه داسې ده صاحب چې ګلبدین هم د امریکا نفر ده او طالب هم د امریکا نفر ده. ګلبدین په خپل سر نشي راتلی دولت سره یو ځای کېدی نشي تر کو چې د امریکا اجازه نه وي او همچنان طالب هم همداسې دا مجاهد چې په تلیفون کې غږیږي آیا امریکا دا یې نشي ویشتی له مغه ځایه ویشتی چې په دې خو تم پوهېږي. خو اوس داسې ده چې جنګ اصلا د روسو د امریکا ده. امریکا غواړي چې روس ووهي. روس د ګلبدین زړه ډېر تک د امریکا ته او همچنان د روس ته او د امریکا هم زړه ورته ډک ده. اوس ګلبدین راولي قدرت هم ورکوي طالب هم له لاس لاندې کوي ابل داعش هم له لاس لاندې کوي او دا جنګ انتقاله یي آسیای مهنت ده او مقصد روس ده. دا نور خلق چه هگی که زد جواب رو من داشت بازی خبر رو تخندار آجی مگر حقیقت دقیقه شایده چه جنگ روس و امریکا ده و دی گلبنین پو واسطه جنگ انتقاله ای آسیای میانه ده او روس دیوانده وی او شبسی تنو ویل نبانم خدیر که ویل دیو کرد. دلتا دوستان عزیز یک چی میگه سلای یک ما مناره را میگه نجات سلای که در اونجا باز بعضی چهره ها صحبت کردن چون احدی آقای قیوم کوچای و نمیدانم یک ریشوالای دیگه اینا سب صحبت کردن یک در نجات سلای که افغانستان نجات میتن و این کسایی هستن که خود از همی افغانستان به بدبختی کشانیدن. توجه بداری؟ دا ورځ د آبادۍ ورځ ده. دا ورځ د خوشحالۍ ورځ ده. دا ورځ د وحدت ورځ ده. سلی په معاصر تاریخ کې د یو ملت د ژوند د مهمو واقعیتونو پر اساس باندې بنا کړي. چې تاسو راتګ د هر افغان ویاړ ده. دا هغه ورځ ده چې د موږ د لیکونو د قربانیو د یاداشت لپاره او د هغوی د درناوي لپاره دغه سلی دوباره جوړېږي. زه به پر احمد شاه بابا غږ وکړم چې په قبر کې مه نارامه کېږه. افغانان ژوندي دي ستا بچیان. سلی چې جوړېږي د دې اصلي علت دا دی چې
دغه په وطن استقلال مهم خلق چې په خپل وخت کې راغلل او کابل د غلو او د رهبرانو او د چپاولګرو په لاس کې په اورو کې او په لمبو کې سوځېده دوی ته یې نجات ور. هغه کسان چې د افغانستان د تاریخ په موردې څرګندونې کولې چې ما صفحه تاریخ را دوباره صفحه میزنیم، دا امکان نلری او دا سی سرای نور ندیزی کنیم. آزادی خوره داد جبو بو وطن، داد ننگالو وطن، داد ننگالو وطن، داد ننگالو وطن. کبھی دیکھ لے ہو گاسی سرنگون نہ پسویم دا افغان نہ دا پختون دا سریبیلی بشی تخم دا سرو گلو یو اورس پا بدا خو رکھ دی سرخون دا سر رب ما سوئی کچی سوئی چا تا ندی خطا تا یہ پنزا وقتا محراب کی راولم زما تڑلی لاس دی زما تڑلی لاس دی استا درنی درنی سپیڑی یو وقت و باشنا دا په حساب کې راولم لکنن دلوی پکتیا درانه قومونه دلوی ننګرهار درانه قومونه دلوی کندهار درانه قومونه دلوی شمال درانه قومونه ټول افغانان ټول افغانان افغانستان 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 و مجھے شمسی کال جو تلیف میاش کے یعنی حضرت غازی محمد نادر خان غازی وزیر محمد بلخان ممن جندار یا محمد خان وزیری او نور و غازیان نخواہ جو چہر او پرتم پوڑان لے دیا خانان و دیبری پویار جو شمع و بیا جو رولے یا وسترہ تاریخی میری یا و حوادہ نئی اشتیادہ تمات جالب بود دوستان عزیزی تجمعات بیرقای سیرنگا و چند چهری که در اونجا میستن و برای نجات افغانستان صحبت کردن هر کدام از اینا را آدم پایان کنه بو برسه در گوشه یک چند سیلی کش کنه و سب از هر کدام از اینا یک 10 میلیون و 20 میلیون دلار میریزه از لحاظ اقتصادی یک جمعیت مرفوع میشه و مردم بدبخت افغانستان که اینا از اونا دوست دیدن و در پهلوی از او یک چند نفر فاسد از افغانستان گم میشه و اونا رو ببرند یک زندان بیندازند که دمی حضوری از اینا بدبختی ها رو بار آورده. بله سلام علیکم. بله 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 بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم آقای خطاب، ما خالد قیوم شما را از دماغ زمد میکنم. بفرمایید. ما خواستم که آقای قیومی ما یک نامه برای شما فرستادیم، گرفتین اوره؟ بعد از برنامه ما شما را کار دارم، معذرت میخوایم. ما انشاءالله ما فکر میکنم و میفهم سر چیزی موضوع ما که تو گفت نگذارم. آه درست است، بفرم. ما در قسمت این موافقت نامه که بین حزب اسلامی و حکومت انجام شده اگر اندازه این موضوع را تحقیق کردیم، اندازه که ما از دلیل های خود از اونا و دلیل از اینکه چرا اینا این کار کردن که تحقیق کردیم، اونا گفتن که چون تعداد قوای خارجی بکنیم یک نفر بود و امریکا در یک جای فهمید که نمیتونه قدرت در افغانستان به دست داشته باشه و یا دیجا باشه، بالاخره اینا این جنگ که اگر ختم شوه خود از این دیگر بانه بر از اونا نمیمانه که قوای خود در افغانستان بانند. لذا به این تصمیم رسیدن که اگر ما بتانیم که با هم بینشینه و مذاکره کنیم و صحبت کنیم به این شکل بتانیم که امریکا را کنات بتیم که دیگر به اون وقت مضرورت نیست که شما باشین، میتونیم که دوباره خاک ما را پرد کنیم. البته تحلیلشان تا اندازه که ما تصدیق کردیم امی بوده که بانی که دیگر اونا در وطن نمارن اون را میخواییم که ختم کنن تا از افغانستان بلایه. اگر نیت به این باشه و در واقعیتش هم امی کار درست باشه، خود روشنی میتونه باشه، به خاطر اینکه جنگ در 15 سال هیچ کدوم روشنی را به بار نیاورد و مانند این که گاندی در وقتی که حتی انگلیس ها در این بودن تانست که به یک شکل درست اونا را از وطن خارج کنن. اگر واقعا را برای ما با وجودی که پول به دست آوردن اما آرامش به دست آوردن و اگر واقعا در جای فن گرفته باشن
و برایشان این موضوع ثابت شده باشه که اتحاد ما کم شدن جنگ در منطقه در خود افغانستان و بالاخره تشویق دیگرها در دور نیز مذاکره باید شود که خارجی ها دیگر بانی باشند. اما برای این کار خوب است. در یک جای من فکر می کنم در طول جهاد حزب اسلامی در واقعیت یعنی بسیار ستون فقرات داشت از ایست که امروز در نظام نظامی ضعیف هستند. اما یک اندازه من فکر می کنم که شاید که انوز حکمتیار یک چیره شناخته شده در بین افراد طالب هم شاید باشه، یعنی والا که از نگاه نظامی قوی نباشه اما چون یک فرد شناخته شده شاید که یک تاثیر کنه که اونا هم در این پروسه بیانجامن. اما درست است اگر واقعیتش این یک ساختگی باشه و این به ختم به اشغال نشه پس به نظر ما مردود است. بله بله. اما اگر خداوند بخواه و این واقعا به یک صلح یک روشنی درست باشه شود خب به نظر ما تقدیر شود. اما اینه چند ماه بعد نشان میده که چقدر این مقبط. بله درست میفرمایید. من نظر ما میبوده که باست انشاءالله خاله جان آقای قیمی خیده گوشتان باشه این برنامه ما یک دو سی دقیقه بعد ختم میشه. ما در هولد میگذارم شما رو با شما گوشی رو نگذارین شد. امیتور از بعضی وقت در خود سیاست اینا میگن که بسیاری چیزا رو مخفی نگه دارین. اگر همه چیزا رو یک سیاستمدار روش پرته و همو راز افشا شوه بازم پروسه درست به پیش نمیره. این در امریکا هم امیتور از یک کشوری که همه چیز از طریق مطبوعات باید برای بخورد مردم داده شوه چیز مخفی نباشه باز هم بسیاری چیزای classified and declassified معلومات اینا میگن. اما چیزایی که classified است او را مردم عام نمیگن. او در درون خود از یا رازهای درونی سیاستی از اوناست که مردم اون را ندانن. باز declassified که شد باز در یوتیوب هم میبره اینجا اونجا هر کس باز دسترسی داره که او را معلومات که همه یک مشکل کلان برای هیلری کلینتون پیدا شده که اونا تقریبا 3000 چند ایمیلی که برای از اونا رسیده اول میگه چرا چیزایی که حکومتی بود را در ایمیل شخصی خود اونا تا بالا کردین. دیگه ای که نمیدونم به چند تا کلاسیفاید که اون مرموز بود و رازها بود او را چرا عام چی کرده که حتی میگن که روسا از او استفاده کرده و رازهای امریکا را در کرده. در سیاست چیزایی که مخفی است حتی اینا میگن که همی طالبا که نشست در چی دارن در قطر دارن ظاهر اینا رد میکنن مگر او به خاطر ازی است که روحیات خود طالبان در جبهات جنگ مطرح هست بعضی خواسته های از اینا هست او را نمیخواین الان اعلان کنن. شاید یک ماه بعد اعلان کنه که او را ما فکر میکنیم درست نبود حال بهتر شد یک توجیه برش پیدا میکنن. این در سیاست یک روا یک کار است. تو مولا نصرالدین خو نیست که هر کس هر چیز خود بگویه و روی روش و در نیمه را همه کارا به هم بخوره و این را باید بپذیریم تا یک حد. اگر حکمتیار همین اشاره را شنیده و همین وقایق را که آقای خالد قیمی گفت و با موجودیت از اینا و امروز طالبا را هم به یک میز مذاکره میکشانه یک حلقه را تشکیل میده طالب جمع حکمتیار جمع حکومت افغانستان و این جنگ قطع میشه برای مردم افغانستان این که طالب میه یا حکومت دیگه بالایشان حاکم میشه که اگر آرامی و آرامش به مردم کار خود کنه زندگی خود دوام بده. این بدر که افتخارات احمد شاه و که میرویس و که دیگه او را گفته یک کابلی ها گو خورده سب امروز جهان جهانی دیگری است به نحوی از آنها کشورها زیر سلطه قرار داره. او را زیادتر جدی هم نگیرین و همونتو اگر آدمی هم ما نداریم که برا و باز و بینشینه و سب خالص اسلامی و افغانی و ملی فکر کنه. بسیاری های ما سب گد خوردیم نه دیگه افغانیت مانده در درون افغانستان نه مو اسلامیتی که وقتی خلفای راشده بود و طور چیزی سب همه پول از دارایی است همه طور بعضی ها اما بزرگای نویسندگان سیاست دین اسلام اینا میگن که یک وقتی برای بت سجده میشد یک چیز در وقت ابراهیم علیه السلام از گل و سنگ درست میکردن برای او سجده میکردن. امروز هم نحوی بودپرستی ها تغییر کرده. اگر شما یک نفر میبینین که قرآن به دستش است مگر او طرف میره رشوه میخوره دلار را پرستش کرد در حقیقت. اگر اونجا دروغ میگه او سه وارونه نشان میده اونجا چشمش به ارگ و به کرسی های دولت و ماموریت و اینا چسبیده باز همو مقامات بالا و پایین اونا را به حیث یک
بت پرستش کرده. یعنی خواسته های درونی خود انسان حیثیت یک بت پرستی رو برای خود میگیره که او سنگ نیست، چوب نیست، مگر به خواسته ها سجده میشه. همینجا میبشری همین قیوم کوچه صاحب در همینجا شب نشینی میکرد، 3-4 بار حج رفت و صاحب اینمی حکومت اشغالی را رد میکرد، در با طالبات اینجا نماینده طالبات بودن تقریبا در هر محفل مجلس یا آدم سخنگوی طالبات خود تراشیده بود. و با مجردی که این برادرزادی از اونا رئیس جمهور شد، صاحب از همینجا گرگ گرسنه و دوید صاحب در همین سن 85 سالگی که خود حشمت احمدزای برادر اشرف غنی هم انتقاد از اونا همی بود که یادم آمده و نمونجا صاحب در جای یادم با زور بیادرزادی خود خود چهره میکنه به حساب استاد میشه و گپ میزنه و صاحب اگر امو برادرزادی از اینا نباشه ایره ولگ صاحب یک روز رستیش کس ببینه پس میاد در اینجا صاحب امو شب زنده داری و با سجده و قرآن بخوان و مردم صاحب اقوا میکنه دروغ میگه. یعنی من طرف داری امو تو چیزا نیستم. یا فرزن اونجا حمید فاروقی استاد بود و تا یک وقتی که وزیر بود و صاحب حامد کرزایی بود و دیگه باز حق و عدالت و باز بعد از او صاحب ده نجات صلاح و اینا اما اگه صاحب برای خورد و برد یا اهدی که چور کرد وطن صاحب به میلیون ها دلار همیالی همون دزدیده صاحب او را باز او از نجات و صاحب از حق وطن و دایی شیرین تر از مادر میشن دفتن وقتی از رتبه و مقام منصب میفتن دور پرتاب میشن باز اونا صاحب اما باز برای بقای خود یک جا میشن و یک گروپ و یک تشکیل درست میکنه با اون نامش هم نجات افغانستان میشن. به هر حال دوستان عزیز هر کدام به خداوند لاعزال سپاریده. انشالله اگر پنجشنبه حیات باقی بود ما بودیم و شما بودین انشالله یک برنامه خاصی دیگه خواد داشتیم و باز هم خواهش ما از افغانهای معمی است کسایی که میخواین که صحبت کنن در تلویزیون باید یک مهمان برای مصاحبه معرفی کنن ما انشالله حاضر هستیم که از این شبکه یا تریبین جهانی اونا را صحبتی از اونا رو بشنویم و دوستا لذت ببرن. تا سیاره و پخته سپارو پا مخم خسیم.